میفهمه. خب این از این. و اما شیرینگ مربوطه دوباره مثل همیشه به من بگین که الان این پیج مربوطه رو میبینین؟ بله ایشالله دیگه. بله مرسی. خب جلسه امروز رو شروع کنیم با نوید که قراره که از ما سوال بپرسه. یه سوال هم فکر میذاره، سوال ممنوع است. خب ما سوالم اینه که ما ست به توان سی اپوزیت رو از کجا میسازیم؟ یعنی قاعدتا باید یه جایی باشه، بعد ما بیاییم اون ما میخواییم در واقع فانتور کتگوری بسازیم. از فانتورهایی که از مثلا سی یا سی اپوزیت یا هرچی میره به ست، طبیعتا از کتگوری کتگوری نمیتونیم بسازیم، چون کتگوری کتگوری چیزایی توش بکنم کوچیکن. آره کوچیک ما نمیتونیم بسازیم. سوال میکنه از کجا میسازیم؟ سوال اول فکر کنم خیلی سوال ممنوعه ایه. آره برای سوال فاندیشنال اینا جوابش هم اینه که بستگی داره که از کجا میاییم. یه نکته این که ممنوعه بودنش فقط به خاطر نیست که فاندیشناله، به خاطر اینه که کلن این منتالیتی که ما اینا رو از کجا میسازیم، این میسازیم ها چیزن، یکم ستروتیکال هن، یعنی اینکار یه یونیورسی گیون یونیورسی هست، ما تو چیزهای مختلف برای خودمون میسازیم. ولی بستگی داره دیگه. اگر سه تئوری داریم برای اینکه مثلا کاتگوری ها، این کاتگوری چون لوکالی اسماله، بنابراین با نوشن کلاس میشه سرتاش هم آورد. تکنیکلی در واقع داریم نمیسازیم یه چیزایی رو جمع کنیم یه جایی، داریم دیفاین میکنیم به کمک یک فرمولی که میگیم که مثلا آبجکت دیفاین میشه، آبجکت اون کاتگوری مربوط است به توان سی اپوزیت مثلا دیفاین میشه به عنوان اینکه چه میدونم یه فرمولیه که یه ایکس آبجکت این است، اگر مثلا اگر فلان یه جمله انقدی مثلا فرض کن فرست اوردر، همین رو برای مورف و اینها بنویس و بعد برای توابع مربوطش، و بعد یه کلاسی تعریف میشه چون داره دیفاین میکنی، و بعد نشون باید بدی که لوکالی اسماله، یعنی لوکالی ست مثلا باش کار کن. این ست تئوریتیکالش. کاتگوری تئوریتیک هم کمابیش همینه، مطمئن پوینت اینه که اونجا تو باید به تو یک کاتگوری مادری بدن، حتما کات نیست همونطور که میگی، ولی کافیه که کاتگوری ست رو استراکچرالی بدن، بعد به اضافه یه توانای اضافه‌ای که اون کلاس ها در واقع به ما میده. مثلا میشه بهت مثلا یه یونیورس بدن یا یه آره متدای مختلف هست، مثلا آره یونیورس هم یه معنی کاتگوری کم داره، یا مثلا ارزم به حضورت که چیز بدن. تو الجبرایک ست تئوری یک اپروچی هم هست که با یه کلک اجازه بدن که سور عمومی و وجودی روی همه ستا داشته باشه. تو کاتگوری تئوری یه جوره ممنوعه اینا همه باندن با یه ست داده شده، ولی با یه بامبول اینطوری میکنن. ولی فکر کنم همین ست تئوریتیکش و اندازه کافی پاسخ مناسب و اینها باشه که اینجوری فکر کن که اینا کلاسن و من دیفاین میکنم با یه فرمولی همه چی. اگه قانع شد ایشالله که شدی. آره قانع شد. سوال دیگه اینه که ممکنه نانسنس باشه سوال هم متاسفانه، این اولی چیز ممنوع، دومی نانسنس. بله این ممکنه یا سوال بد یا بدیهیه یا نانسنس. اینه که اینجا توی تعریف یونیورسال المنت گفتید، یعنی آره گفتید که مثلا یه فانکتور f هست که این اگر مثلا با یونیورسال المنت فلان، خب یه یونیورسال آبجکت فلان، بعد حالا این یونیورسال آبجکته آیا لزومن همون چیزیه که این f باش ریپرزنت میشه در اون معنای یوندای ریپرزنت؟ بله بله. خب بعد این
تو قضیه فکرم نیومده، تو قضیه ای که قضیه یک هفته جلسه پیش. آره نمیگه به صراحت، درست میگه، من اونجا که یادم، نمیگه به صراحت که این ای همون ایه و احتمالاً خوبه که بگه و اینا. آره به هر حال هم نگفته هم باید موافقم که اگه بگه مور کانستراکتیوه و احتمالاً به درد بخورم، هست که ما وقتی که این ای رو بدونیم که ریپرزنت که میشه با همین ای هم میشه، احتمالاً وسط رو یواشکی استفاده میکنیم و اینا، ولی فرمالی درست میگی نگفته. به نظر من بهتره که بگم اینجوری که تو میگی بگم. خب حالا بریم سر مخشمون. اگه کسی دیگه هم سوال داره بپرسین، حتما ببینیم همینجوری میتونیم به سوال بپرسیم، چرا خوبه. خیلی خب، من امروز میخوام ادامه بدم همین بحث یونیورسال المنت و اینها رو، اما قبلش یه مقدمه فلسفی تو رو اینا دارم که بعد چون میخوام یه چیزایی بگم که ساختمانامو یه جوری استفاده کنم، خوبه که این چوده رو که الان میخوام بدم داشته باشم. اون جلسه قبل بوده، دو جلسه قبلترش و اینها، دیدیم که چطور میشه یه فانکتور از سی اپوزیت رو به ست تعبیر کرد به یک شی ایدئال یا یه فضای ایدئال که از توی سی مثل با لنزهای داخل سی به اون موجود ما نگاه میکنیم، بعد اون مپایی که نگاه کردن های ماست تو استور میکنیم تو اف سی، بعد یونیدا تضمین اینه که این کانسیستنت این نگاه و یونیدا امبدینگ تضمین اینه که اشیاء قدیمی ما وقتی به منزله فانکتور دیده بشن اشیاء جدیدی میشن و این تصویر به هم نمیخوره وقتی ما میریم تو دنیای جدید ایدئال. حالا چیکار میخوام بکنم؟ میخوام این تعبیر کردن رو گسترش بدم به دو تا کاتگوری دیگه، کاتگوری اسلایس و کو اسلایس، و بعدنترها یک حرف هم راجع به ست به توان سی میزنم، با اینکه ست به توان سی اپوزیت ست به توان سی اساسا وقتی تعبیر میکنی فرق نمیکنن دیگه، چون اپوزیت اینو میذاری اون بر مثلا همه اینه که من مثلا ست توان سی میشه کتگوری همه اشیاء ایدئالی که ما سی اپوزیت داریم بهش نگاه میکنیم، چیز عجیبی. منظورم اینه که یه تعبیر اضافه تری چیزی بیشتر بیاموزیم، ولی فعلا بریم سراغ این دوتا کتگوری و بعد برمیگردم دوباره سر یونیورسال المنت و اینا. عرضم به حضورتون که بس اینجوری شروع کنم که فرض کنیم که یک مپی داریم توی ست، یعنی یه تابه است، یه چیز خیلی فنسی و اینا، یعنی یه تابه است. من میخوام بگم هر تابه رو میشه دو جور دید تو همون ست تئوری در دنیای معمول ست، هر تابه رو میشه دو جور تعبیر کرد. اول اگه من یه تابه اینجا داشته باشم از A به B، این رو شما میتونین اینطور تعبیر کنین که من شکلش اینجا کشیدم که این A با یه سری نقطه توش، اینم B طبیعتاً با یه سری نقطه توش، و این مپه رو میشه به هر کدوم از این تعابیری که می نوشتم اینجا دید. مثلا یه جور A ایندکست المنت، یه جور A سورتینگ اگه دوست داشته باشیم، مثلا A رو فرض کنیم مجموعه عدد طبیعیه، اون وقت این F در واقع یه جور حالا تکنیکلی سورت واقعا همه اعضای B هم نشون لزوما پوشانی، ولی دست کم دنباله ای رو مشخص کردن تو بیه. اینطور فکر کن. بعد در شکل جنرال مثلا به این بگیم A sorting. یا A رو بگیرید یه تکوزوی تو ست. بعد هر Fی که از تکوزوی میره به B میدونیم که در واقع انتخاب کردن یه element. بنابراین این مپ هایی که از A به B میرن رو میشه تعبیر کرد به A element. به generalized element مثلا. اینطور فکر کنیم. بنابراین یه جور نگاه کردن به مپ اینه که فرض کنین که این A شما داره به داخل B نگاه میکنه و چه میدونم سورت میکنه بر اساس دیتای مربوطه خودش. خب یا مثلا میتونین اینجا هم نگاه کنین که B که یه کپی کج و معوج شده از A، چون لزومن تابه F مثلا یک به یک نیست، یک کپی کج معوج شده از A داخلش هست specified، یعنی B است که specified شده با A، مثلا با یعنی specified شده یک A shape توش. مثلا نسخه
چیز این رو دیدیم قبلا دیگه، که فضای توپولوژیک مثلا میگیری، بعد دوست داری که نقطه توش فیکس کرده باشی، ما از پوینتد اسپیس حرف زدیم. پوینتد اسپیس در واقع یک اسپیس با یک پوینتی که مشخص شده توش، یا یه مپ در واقع از تکوزوی به تکوزوی به توپولوژی دیسکریتش به اون اسپیس. منظور این که این به هر مپی میشه اینجوری نگاه کرد دستت. یک شکل دوالی هم داره کلا در تا اینجا خیلی شاید نه، ولی یه ذره شاید حس کرده باشین که این یه ذره این بازی دوال از این وری از اون وری موجوده کلا. یه جور دوالی هم میشه نگاه کرد که این شکلش اینجاست، به همون F از A به B ها. خب به منزله فایبریشن میشه بهش نگاه کرد. این دفعه A مبنای من نیست که A داره به B نگاه میکنه، B مبنای منه. B رو به عنوان بیس این خطه این پایین در نظر بگیرین، هر B کوچولویی که من اینجا بگیرم این خود F منفی 1 B داره، این تصویر بارون نیست که تو A میشه یه خط اینجا. یا الان خطن که ایندکس شدن با اعضای B اینجوری بغل هم نشستن و فضای A رو چیز کردن، افراز کردن. خب میشه به هر A به B به منزله فایبریشن نگاه کرد. فایبریشن به این معنی که یه سری فیبرن، اینا مثل تارن دیگه، این F منفی 1 B ها که شما بغل هم چیدین، این ایندکس کردین، انگار که یه جور ایندکس سته، یعنی یک عالم ست رو شما ایندکس کردین با اعضای داخل ست دیگه. مثلا فرض کنین که اون بیتون هست اعداد طبیعی، این دفعه بازم مثل قبل، منتها این دفعه دیگه دارین سورت نمی کنین، مثلا میگیم به هر عدد طبیعی من دارم یه ست نسبت میدم، انگار یه فامیلیه، منتها همه فامیلی رو جمع کردین یه جا و به منزله تابع اینوری نگاه میکنیم، به جای اینکه تابع اینوری که از B میره منتها نه به A، به زیر مجموعه های A فکر کنیم. خب این که چرا اینم خوبه، به خاطر اینکه اصولا فایبریشن چیز مهمیه در ریاضیات، بعدا میبینیم و اینا زیاد به این فایبریشن باندل هم میگن در شکل جنرال. اونم که احتمالا شنیده باشین، وکتور باندل، نمیدونم ال باندل، نمیدونم چی فایبریشن، اینا همه حالت خاصای این منتالیتی هست که خب توی کانتکست مختلف به درد بخوره. اون اگه گفتم میشه به عنوان A سورتینگ نگاه کرد، اینو میشه به منزله B استکینگ نگاه کرد. یعنی فرق این نگاه با اون اینه که اونجا شما با اعضای A شماره میدین، ها رو حالا نه یک به یک ولی به هر حال داری سورتی میکنی، میگی مثلا اولی دومی سومی وقتی اون انه، اینجا وقتی مثلا بی انه داری نه استک میکنی، یعنی میگی که یه سری بریز اینجا تو یک، یه سری تو دو. این سورت کردن و استک کردن دوال هم. خب این از این از این دو جور نگاه. عرضم به حضورتون که حالا این راجب ست، راجب هر کسی که نیم، من از یونیدا استفاده میکنم، میگم ببین یونیدا به ما میگه که هر کتگوری رو میشود نشان داخل ست به توان سی اپوزیت، اون سی رو تو ست به توان سی اپوزیت، ست به توان سی اپوزیت رو هم میشه تعبیر کرد به وریبل ست. بنابراین انگار که کلا هر کتگوری میشه نشون تو ست یکم یه جوری دیگه، ست یکم با قواعد ضعیف‌تری، تکنیکلی با قواعد شهودگرایانه ای. اگر اینطور باشه من احتمالاً میتونم شهودم رو از ست تا حدی، حتما راش بسته است دیگه بخاطر اینکه واقعا جدا که نمیشینه تو ست، میشینه تو ست به توان سی اپوزیت، ولی راه شهود من تا یه حدی هست بازه که بردارم دیتا رو بیارم اینجا مثلا الهام بگیرم. از جمله مثلا این کار رو اینجا میتونم بکنم، مثلا یه کاتگوری سی به من دادن، یک مپ اف از ای به بی دادن، این دفعه دیگه فانکشن نیست، تو ست هم نیست، یه کاتگوری سی یه مپ. من میخوام به این دو جور دوباره نگاه کنم، به منزله ای element نگاه کنم. خب حالا خب شما میگین که این ای element مثلا اونجا اینجوری بود که element های ای رو میفرسته به element های بی، بعد element نداریم اینجا که این دلخواه. شما element رو تعبیر کنید به مپی که از ایکس میره به ای، این رو تعبیر کنید به element ای، generalized element ای که از یه ایکس داده شده این مثلا میاد، هر ایکس دلخواه ایکس بیادت variable داره، و بعد این رو با F که ترکیب کنین دوتا رو میدین به FA از X به B، انگار که F رو میتونین به منزله واقعا یک جور تابه ببینین که داره مپای از وارد شو به A رو میبره مپای وارد شو به B با کامپوزیشن.
این از این همین رو میشه دوال دید. دوباره مپ من از A به B رو میتونیم به منزله B vibration ببینید. یعنی چی؟ یعنی اگر یه element من B من بگیرم که خب یه element B هست، یه چیزی از X به B، یه generalized element، شما میتونیم بپرسیم که فایبر بالای این کیه؟ که فایبر هست همه AI از X به A که FA میشه B، یعنی F composed با A میشه B. میبینین که با یک کلک اضافه کردن یه ایکس وریبلی من دارم یکم ستی نگاه میکنم به اون بود. این از بنابراین فراموش نکنید و به ذهن داشته باشین که میشه این هر مپی رو تو هر کانتکستی کم و بیش با مواظبت هایی به منزله چیز دید، هم فایبریشن هم به منزله بی که یه کپی از ای مثلا داخلش هست، یه کپی ریزروی هست. این به درد هم شاید بد نباشه بگم که مثلا این نگاه وایبریشنی مثلا چه به درد انسان میخوره. ببین فرض کن که شما دارین در کاتگوری فضای توپولوژیک زندگی میکنین، یه مپ از A به B دارین پیوسته است طبیعتا. خب من میتونم به مپ از A به B که پیوسته است به منزله یک وایبریشن نگاه کنم که به هر نقطه توی B یه فیبر نسبت میده که خب طبیعتا یه زیر فضای A، یعنی یه فضای توپولوژیکه. و بعد از اونجایی که همه چی هم توپولوژیکه، من میتونم این رو اینجوری بخونم که این در واقع یک جور ایندکس کردن F منفی 1 B هاست که یه سری فضای توپولوژیکن با نقطه های توی فضای توپولوژیک دیگه که این عمل تغییر کردن پیوسته است. پیوسته که بین دو تا فضا معنی داره تا اونجایی که ما بلدیم، درسته؟ این انگار که کم اکستند کردن این نوشنه که حالا یه سری فضا ایندکس شده با نقطه های یک فضای دیگه، یعنی سری فضا اوور یه فضای دیگه ای دارن نرم تغییر میکنن. نمونه این رو حالا با یک اپروچ دیگه قبلا دیدین دیگه، که شبیه همون یارو چیز است که اسوان رو که من به شما بدم که دایره واحد باشه، این زاویه نوشن ویل دیفاین نیست همونطور که دیدیم به معنی پیوستش و اینها، به این معنی که چند تا ارزش داره، یعنی هر عددی که هر جایی رو که بگیری یه زاویه به شما میده و بعد اضافه دو پیش و منهای دو پیش و همینجوری الی آخر، یعنی خط زد مانند به شما میده همه مضارب دو پی رو به اضافه اون زاویه اصلی که مثلا این داره. این رو میتونیم به این فایبریشن تعبیر کنیم، یعنی شما الان یه فیبر دارین که به هر نقطه رو دایره این بیتون در واقع است اسوان یک خط زد نسبت میده. مدام خب این میدونی که تکون میخوره دیگه، اون زاویه چون تکون میخوره این هم تکون میخوره، این کلش پیوسته است. دارم میگم که اینجور فضای پیوسته ایندکس، فضای توپولوژی که به طور پیوسته ایندکس شده در یک فضای توپولوژی که دیگه امر طبیعی به درد بخوریه، این هم فرمالیزیشن معقولیه. و بعد این اجازه میده مثلا در دنیای الجبرا که هر جای دیگه این تعبیر کم و بیش مفیدیه، که همین وقتی شما میگن که این یه فایبریشن بده، اما یه مپ بردار بیار منطقه با چشتو بدوز به بی که این بی دیده ست فایبریشن منده، وگرنه هیچی نیست که مپ. بنابراین مثلا اولین بار که با صورت خیلی جنرالش برخورد کنی یه ناراحت میشین که این همه باندل و ما اسیر شدیم توی توپولوژی که نمیدونم توی توپولوژی و توی هندسه و غیره که آی باندل یا وکتور باندل، کوف باندل، اینا فایبر باندل. بعد الان میگه که باندل یک مپ هست تو کاتگوری مثلا توپ از A به B. بعد نه آقا خیلی سخته از جرف باید. این حتما سخته به خاطر اینکه اسپسیفیک که میشه یه جزئیات داره، ولی این منتالیتی پشتش. خب این دو جور نگاه کردن رو داشته باشین. حالا من چی بخوام این اضافه کنم در این وسط؟ به این که این دو جور نگاه کردن که دوال همن، خب هر دو به درد میخوره در زندگی انسان ها، درسته؟ ولی میخوام بگم که بعضی وقت یک سریش به درد میخوره، یعنی یکیش به درد میخوره، از این وری نگاه کردن به درد میخوره، بعضی وقت از اون وری نگاه کردن به درد میخوره. و این دیگه هم تقارن، شکستن تقارنه. بخاطر اینکه تقارنی که ما میفهمیم اینه که به نظر میاد هر مفهوم دو جور گفتی میشه نگاه کرد، پس این چرا اینجوری میکنی، چرا همیشه نمیشه دو جور نگاه کرد؟ میشه ها، منتها بعضی وقت یه ورش مفیده بعضی وقت یه ور دیگه، به من توضیح بدم چرا. اول اینکه یعنی چی بعضی وقت این ور مفیده بعضی وقت اون ور؟ ببین دنیایی که ما مطالعه میکنیم یه سری آبجکت توشه، یه سری هم آبجکت کوچیک هست که این آبجکت مورد علاقه ما سادن
آسونن، میفهمیمشون غیر. گاهی یه آبجکت دیگه که ما میخوایم بشناسیم، شبیه همون اشیایی دارین که حرف زدیم، از به این شکل میشناسیم که میگام کنیم چه مپای میره توش از اون آبجکت ساده ها. اینطور بررسیش میکنیم. اون موقع وقتیه که این نگاه مپای، این نگاه به مپی که از A به B به منزله پیدا کردن کپی های A to B، به منزله سورتینگ مثلا به درد ما بخوره. بعضی وقت B که به ما میدن، مپایی که ازش میاد بیرون به ما دیتا میده. حالا ازش مثال میزنم. اون وقت طبیعتا اون یکی نگاه دواله قضیه، وقت نگاه فایبریشنی مثلا به درد من میخوره، که وقتی مثلا از بی من میری به یه ای که ای آسون تره، انگار که بی رو پارت پارت کردی، فایبر کردی با اعضای داخل اون، داخل ای که شیء ساده ای و بعد داری مطالعه. حالا بذار مثال بزنم، یه کانکرت باشه. این دو جور نگاه، یکیش جیومتریک، یکیش الجبرایی که الان توضیح میدم کدوم کدومه، و این تقارن الجبرا جیومتریک رو به ما هم توضیح میده، هم نشون میده که چرا یه وقتایی موجودات خب جیومتریکن، اینوریش به درد میخوره، یه وقت هم اونوریش. بعد وقتم هر دو زرکلشون پیدا میشه. از اون کیسایی که برش فقط به درد میخوره، مثلا شما این اشیای جیومتریک رو نگاه کنین، ما این رو مطالعه میکنیم، قبلا هم حرف زدیم دربارش، به کمک مثلا چه بودن مکعب های اقلیدوسی که ضرب یه سری باز است به توان n، مثلا یعنی صفر یک مثلا به توان n، یا یه گوی، نگاه میکنم ببینیم اینا چطور میشینن تو اون فضای ما. اشیای ساده رو میشینن با مپ هایی که وارد میشه رو نگاه میکنیم. این وقت و جیومتریک نگاه ما. یه وقتای برعکس نگاه میکنیم چه مپ هایی میره بیرون از شیء ما، اون وقتا نگاه ما الجبرایی که مثلا شما یه الجبرا که من به شما بدم، شما اصولا جبر موجود پیچیده ای میتونه باشه، شما روی این ریلیشن میذارین، ریلیشن گذاشتن یعنی اینکه دارین اینو بهش کوشنت میکنین، انگار میگین که خب اینا رو مساوی ببین، هی تقسیم میکنین بهش، هی دارین میرین جلو، یعنی مپو پروجکشن میزنین، میرین به سمت مپا، انگار مپاشو به مپای سیمپل تر، به الجبرای سیمپل تر نگاه میکنین و بعد مطالعه میکنی، یا سابستیتیوت میکنی. سابستیتیوت کردن یک جور چیزه، مپ به بیرونه. توی یه سری کیسا میبینیم که هر دوتا اینا رو ما میبینیم کماویش، و بستگی داره که از کجا آمده باشیم و یکیش مهم میشه. مثلا خود ست رو ببینیم، تو ستون ست کوچولوی مورد علاقه من تکزوی صفر. خب اگه من یه ست ایکسی داشته باشم، همه مپ هایی که از صفر من تکازوی صفر میره به x رو بگیرم، همه المنت های x رو گرفتم. این یه راشه، یعنی شناختن x توسط المنت هاش، این میشه نگاه جیومتریک. یه وقت هست که از x مپایی که میره بیرون، مثلا یه چیز ساده ای مثل 0 و 1، مپایی که از x میره، چون به 0 به درد میخوره دیگه، زیادی ساده است، یه دونه مپ بیشتر نیست، از x میره به 0 و 1 رو نگاه میکنم، خب این میدونیم هم متناظره با مپایی که از x میره به 0 و 1، همه زیر مجموعه های x دیگه. این نگاه الجبرایی که شناختن x توسط جبر بول سابستاش، و هر دوتای اینا کمابیش میدونیم که ما به درد ما بخورن، تو ست دست کم وضعیت اینطوره. و هر وقتی که دوالیتی میبینین، اینجوری که این دوتا یه جوری به هم میرسن در یک سری آبجکت ها که فرقی نمیکنه با بیرون و توش دیدنشون. ارزم بزرگتون که این فقط هم چیز نیست، یعنی اسپسیفیک برای مثلا ست و این هم نیست، شما همین اپروچ رو میبینین توی الجبرایک جیومتری، توی لاجیک، توی فانکشنال انالیسیس. بعد هم نیست که من مثال بزنم، مثلا توی الجبرایک جیومتری شما این یه دونه چند جمله من به شما میدم، خب چند جمله بال به ذره ببینم صحیح مثلا، بعد شما میخواید سر در بیاری از این چند جمله، دو تا راه داری، یا می صفراش رو نگاه میکنی، میشه جزئیات گفت و اینا، صفر رو نگاه کردن متناظر با جیومتریک نگاه کردن، متناظر با اینکه مپ بره داخل آن چیزی که ما متناظر میکنیم با پولینومیاله. یه وقتی هم میریم بیرون از این، یعنی الجبرایک نگاه میکنیم. الجبرایک نگاه کردن اینطوریه که من میرم نگاه میکنم ببینم که این به جای اینکه صفرهای مثلا مربوطه رو چیز کنم، میرم پولینومیال الجبرا، یعنی جبر پولینومیال ها رو میگیرم، کوشنت میکنم به این، میگم این رو صفر فرض کن ببینیم چی به دست میاد. این نگاه الجبرایی که دارم از اون جبر میرم بیرون.
شاید یکم آسان‌تر دیدنش در حوزه لاجیک و ایناست. اونجا این دوالیتی جیومتریک ورسس الجبرائیک اسمش هست سینتکس ورسس سمانتیکس. توی نگاه سینتکس، نگاه الجبرائیک که شما میریم بیرون، من به شما سینتکس میدم، شما سابستیتیوت میکنین با چیزهای مختلف، مثلا یه فرمول من به شما میدم، شما میدونین همیشه درسته، هرچی دلت خواد جای اتماش مثلا جانشین میکنین، اینطوریه دیگه، و سر در میاری از فرموله. یه وقت دیگه من یه فرمول شما میدم، شما به اونجا مثلا برهان مینویسین، برهان موجود الجبرائیک غیره. یه وقت هم با مپی که میاد داخلش نگاهش میکنی، یعنی نگاه چیز دارین، الجبرائیک دارین، نگاه ببخشید جیومتریک دارین که نگاه سمانتیکال، یعنی شما عدد نسبت میدین به اینها، مثلا میگین که ارزشش چقدره، 0-1 نسبت میدین مثلا، یا چه میدونم ارزش های مختلف نسبت میدین، بعد ارزش سمانتیکالش رو نگاه میکنی. این نگاه سمانتیکال. حالا چیزه بستگی دارم از کجا میدین، هر کدوم اینا رو میشه همزمان دوال هم دید، ولی در کانتکست طبیعیشون این جیومتری که اون الجبرایی که همه رو میشه اپوزیت هم دید رو، بعد کانتکست بعضی وقت کانتکست هم طبیعیه. ولی یه نمونه دیگه هم توی فانکشنال انالیسیس میبینین توی آنالیز تابعی که اونجا هم پشمزه است. اونجا یه وقتی فضا به شما میدن، شما میخواید سر از فضا در بیاد، میگه مطالعه میکنی پس نگاه میکنی چی میده توی اینو. یه وقت هم میری جبر توابعش رو نگاه میکنی، مثلا x رو بهت میدم که همه توابع از x به r رو یا به c رو در نظر بگیر که اعداد مختلف باشه، مثلا این c استار الجبرای مربوطه است، بعد شروع میکنی اینو مطالعه کردن. نگاه کاملا دوال الجبرایکه. این موقعی که داری مپا میره بیرون به r یا c، اینجور توی فضا توپولوژیک معمول هم این اتفاق میفته. توی فضا توپولوژیک گاهی هست که شما یه فضا توپولوژیک بتادن، شما نگاه میکنید دفعه دیگه نقطه ها کافی نیست، تکازوی صفر، یعنی المنت ها کافی نیست، چون المنت ها فقط سطح زیرشو میده، چسب بین اینا رو نمیده دیگه، اون جدا جداشو میده. چسب بین اینا مهمه که توپولوژیه، برای چسب بین اینا باید مثلا مسیرها رو در نظر بگیری، مسیرها تا وای از 0 و 1 به x هست. اصولا مسیر هم کافی نیست، باید مثلا وجود دو بودی سه بودی در نظر بگیریم، میشه مثلا تابعی که از 0 و 1 میره به این یا از مربع میره به این، همونطور که قبل گفتیم مکعب میره به این تا الاخر، سر در آوردن از فضای x به این صفحه، که این مثلا متدی که تو CW کامپلکس رو نمیدونم هوموتوپی تئوری اینها میبینین. یه اپروچ دیگه اینه که با مپا که میره بیرون از x مپی که میره بیرون به سرپینسکی اسپیس که قبلا دربارش حرف زدیم، متناظر با همه اوپنای داخل اسپیس، یعنی شناختن x با جبر بازخاش که این نگاه الجبرایی که به اسپیس، نگاه پوینت فری توپولوژیه که کار به پوینت نه. حالا بعدن ها درباره اینا حرف عرضم بزرگتون که، یعنی اینطوره دیگه، این فضا اینه که همین وریش پیدا میشه همون وریش. حالا ربطش به این قصه که من گفتم، ربطش اینه که خیلی خوب اگه من A موجود فیکس مورد علاقه من باشه، اون وقت اسلایس کاتگوری C over A، یعنی همه اونایی که میان به A، در واقع چیه؟ هست دنیای فایبریشن های over A، درسته؟ یعنی A رو که فیکس کنی، همه فایبریشن های که به فایبریشن های مختلف A رو داری بررسی میکنی، و A over C کو اسلایس این کاتگوری اینه که یه کپی دیستورتدی از A داخل اشیا هست، یعنی اشیا به اضافه یه A که دنبالشون میاد، مثل مثلا pointed space. خب اینو در نگاهتون داشته باشین که وقتی نمیدونم وقتی میگین C over A، میتونین تصورتون از C over A به چیز باشه، vibration های over A یا فضاهای چه میدونم A indexed objects بهش فکر کنین، که مثلا A یه چیزی فیکسی به شما دادن، یا مثلا موجود پیوسته یا هر چی، بعد یا الجبرائیک یا توپولوژیک یا نمیدونم اسموس یا فلان هموار چی، و بعد اشیایی که داریم در واقع اشیای توی A C over A هست فایبریشن های over A، به این معنی که با A مثلا به صورت دوباره پیوسته اسموس هر چی یه سری موجود از جنس خودش رو شمردین، مثلا فایبر چیدین کنار هم، وریبل ست به یه تعبیری، وریبل آبجکت مثلا به یه تعبیری دوباره، مثلا این دفعه وریبل اوور یه موجود فیکس. خب حالا این از قصه حسین کرد شبستری که من اینجا تعریف کردم. حالا برگردیم سر درس. برگردیم سر درسمون، من میخوام
همونطور که قبلا قول دادم از یونیورسال المنت مدل ریپرزنتبل بودن استفاده کنم، یونیورسال المنت و یونیورسال آبجکت مثلا یونیورسالیتی که معادل با ریپرزنتبلیتی استفاده کنم و این دفعه موجودات تعریف کنم، چون مثلا میگم که یه فانکتوری رو که طبیعیه میگم این فانکتور رو ببینید اگر این ریپرزنت بشه با یه ای رو میگم مثلا فلان، چون اون ای هم در حد ایزو یک تاس همونطور که قبلا بحث کردیم این خوب میشه، یعنی دارم اشیاء رو با رفتارشون تعریف میکنم، اصلا تعریف هم حتی اینجوریه. و بعد خب یه حال یونیورسالی هم پیدا میشه که الان حالا بحث میکنم. از آسون ترین شیء ترمینال A رو میگم شیء ترمینال وقتی که الان قول دادم دیگه، وقتی که این فانکتور تکوزوی صفر ریپرزنتبل بشه. بزنیم بریم اول یاداوری من بکنم این ریپرزنتبل رو که یادتونه، ولی یه یاداوری هم بکنم ربطشو به اون یارو چی؟ یونیورسالیتی که بعد الان اینجا که می نویسیم دیگه عباسمون جمع باشه که داریم چکم کنم. از حضورتون که یادتونه اینو که یه فانکتور افی رو اگر شما داشتید از سی اپوزیت به ست، بعد این رو می گفتیم ریپرزنتبله اگر که یک ریخت باشه با کی؟ با یک یوندای ای که ای آبجکتیه درسته در سی، که تکنیکلی این یعنی چی؟ یعنی که اف هر بی درسته متناظر با هوم ای هوم بیو ای نچرال این چی؟ این بی درسته؟ میشه اینجوری هم دید دیگه، یعنی اگر من اون اف هم برای بی یک ریخ باشه با هوم بیو ای، اون ایه که ریپرزنتبل آبجکت چیز هم هست، مثلا بهم میگن کلاس پوینگ آبجکت، انواع مختلف اسم داره، ولی در واقع آبجکتیه که چیزه همه رفتار اف رو در خودش اینکود کرده، خیلی آبجکت دبستیه مثلا. حالا ربط این استاد به چیز چیه؟ به یونیورسالیتی. یونیورسالیتی معادل ریپرزنتبل به این شکل که حالا اینم که الان نوید گفت هم میشه بهش اضافه کرد و گفت که اف ریپرزنتبل بای مثلا ای ایف، حالا یکم بیشتر با دیتیل میشه گفت ولی مهم نیست، ایف که در اگزیست ای و ای یونیورسال فور اف، این چی دوتایی هم میگم یونیورسال فور اف، منظورم اینه که اولا این A توی F A یعنی من یه آبجکت دادم یه عضوش هم دادم، F میره به ست دیگه، یه عضوش هم دادم که این عضو و این آبجکت دوتاییش بهترین ممکنه، بهترین یعنی چی؟ یعنی من هر B که پیدا بکنم و هر F B که پیدا بکنم، هر B کوچیکی هم که پیدا بکنم، من میتونم یه مپی پیدا بکنم درسته از B به A به طوری که این F مثلا یه مپی پیدا کنم یونیک F که F این A من رو بیاره به B، یعنی هر B تو هر F B در واقع تصویر از داخل C آمده A کوچیک، منتها یونیکلی همین اتفاق میفته و این دو تا حرف معادله با یکیش خیلی چیز شیکتر و خارجی و اینا، یکیش هم خیلی دستی و با جزئیات و عکس مپ میکشیم و اینا، ولی این دو تا که قبلا معادله بودنشون توسط یوندا دیدیم به شما کمک میکنه که الان تیم باشون چیز تعریف کنی. الان مثلا این ترمینال که من تعریف کردم اینه، میگم خب باید موجود تعریف کنی، بیا یه فانکتور من به شما میدم، حالا دیگه سیاسی و سیاپوزیت هم نمینویسم، گاهی کوری پرزنتبل منظورم اینا از اون وری میشه، ولی حالا ان شاءالله که روشن باشه. مثلا اینو نگاه کن، این فانکتور صفر رو بگیر، یعنی کلا همه چیه از سی رو میگیره، مثلا سیاپوزیت رو میگیره یا سی یا سیاپوزیت رو، حالا بعد میفرسه همه رو صفر. این ریپرزنتبل یعنی چی؟ یعنی دقیقاً این که اینجا نوشتم دیگه، یعنی این که این صفره بشه هوم بی او ای، این بی نداره برای اینکه این ثابت صفر، خب
این بشه هوم بی او ای نچرال در بی، یا معادلا این تعریف یاروشکو این تعریف یونیورسالیش. حالا تعریف یونیورسالیش رو بنویسیم. تعریف یونیورسالیش چی میشه؟ میشه این جناب صفر یه آبجکتی باشه، یه ای که خب مهم نیست فعلا، اف ای این صفره، اف ای هرچی صفره، یه آبجکت هم توی این باشه، المنتی صفر، این همون ای اینجا کو ای تو اف ای، این ایش مهم نیست چون صفر میشه همیشه، ای کوچیکش هم همیشه صفره چون این تکعضبیه. خب تا اینجا چی نگفتم، یه صفری باشه تو صفر، خب خیلی مهم. که چی؟ که از هر بی ای به ای ما یه مپی باشه که هر المنت دیگه برای هر ال ببخش برای هر المنت دیگه تو هر اف بی، ببین بذار بنویسم این چون دیگه خیلی دیگه واقعا، این اف ای، این صفر دوباره همونه مثل اف بی، خب برای هر المنت دوباره صفره، این تریویال هیچی نداریم، بشه به طور یکتا این مپ مربوطه رو اینجوری پیدا کرد که این صفر رو بیاره به صفر. خب اولا این مپ مهم نیست که پیدا کرد و فلان، این صفر رو میاره به صفر چون تابع تکعضبی صفر به صفر، صفر رو میاره به صفر. این هر عضوی و هر عضو و اینا همش دیتا های تریویال، هیچی دارم نمیگم، انگار تنها چیزی که دارم میگم اینه که ای این ویژگی داره که از هر بی ای بهش یه دونه مپ هست و فقط یه دونه مپ هست، هم بقیهش خود به خود میشه. بنابراین این که این یارو او این که این فانکتور ریپرزنتبله توسط ای، معادله با این که برای هر آبجکت بی یک و تنها یک مپ از بی به ای هست، به دلایل واضح هم بهش میگن، به این شکل میگن ترمینال، به خاطر اینکه انگار که ته قضیه است، همه بهش مپ دارن و فقط هم یه دونه دارن، ببین فقط مپ دارن مهم نیست، یه دونه بودنش هم مهم. و از اونجایی که خب این در حد ایزو یونیکه اسم داره بهش میگن یک. مثال بزنم که تو کاتگوری مختلف ببینیم. الان مثلا تو ست، تو ست ترمینال چیه؟ تک عضوی صفر، بخاطر اینکه از هر ستی به تک عضوی صفر تابع هست، تابع همه رو بفرست به صفر، فقط هم یه تابع، برای تک عضوی صفر ترمیناله. حالا این در حد ایزوش هم اینجا میبینید، اصلا تک عضوی صفر لزومی نداره باشه، هر تک عضوی ترمیناله، چون این همه برام با هم ایزومورفیکن. ثانیاً اینکه چیزه، اصلا هر تکوزی هم در نظر بگیری همین ویژگی داره، اصلا میتونی با دست چک کنی که هر تکوزی که بگیرین یک و تنها یک مپ از هر چیزی بهش هست، همه رو بفرستیم اون تکوزی. توی گروه چی؟ تو گروه هم همین تکوزی صفر با هر تکوزی دیگه با اون ضرب بدیهی، ضرب دو تا یه چیز در خودش میشه خودش. این هم چرا؟ به خاطر اینکه از هر گروه دیگه یه دونه تابع بیشتر به اینجا نیست، اون یه دونه تابع از قضا هومومورفیزمه، همه چی بپسید به ای که مربوطه، خب هومومورفیزمه. همینطور راجع به آبلین هست، همینطور راجع به وکتور اسپیس، اونجا فضای صفر بودی صفره، همه چیز رو میشه بپسید به صفر، این یه تابع خطیه، این دفعه باید این رو دقت کنیم. میبینید که همشون هم چون یه ربطی به ست دارن، این یونیک بودن از ست ارث میبرن، وجود رو هم ارث میبرن، ولی یه شرط اضافه ای باید چک کنیم که این واقعا هومومورفیزم هم هست به اون معنی الجبرایی که میگین اون یه تک مپه. خب میگه که نوید یه تعریف دلتایی کنم یادآوری کنی. آره خوب میگی، تعریف دلتایی هر چیزی هست فانکتور کانستنت رو اون چیز. یعنی اگر من اینجا میگم که بنویسم مثلا دلتای مثلا کاتگوری C دارم، دلتای A مثلا از C، حالا اینم باز دوباره به چیز به کار میبرم، خیلی مهم نیست، ولی حالا C یا C اپوزیت هر کدوم که دوست دارین، چی شد؟ گیت شدم. منظورم از دلتا اینه که همه چیز رو ببرید به A و همه اشیاء منم ببرید به تکوزوی، و به این معنی که دارم بی خود میگم دیگه، اون ها نه این اشتباه، منظورم از دلتا اینه که A یک الان چون به ست میده، مثلا
A یه چیزیه، یه آبجکتی توی set. منظورم از دلتا A اینه که همه یه C یا C اپوزیت ها لرچ کرد همه رو ببرید به اون A و همه مپا رو ببرید با identity. این هم set، یعنی A توی این، حالا این هم میشه D هم باشه، A توی D باشه، D درخواه. منظورم برای constant functor. عرض به حضورتون که خب دام کردیم، آها داشتیم مثال ده. خب حالا کت کتگوری همین کتگوری اسماله، کتگوری که همه دارو نداره سته. این ترمینالش چیه؟ این هم ترمینالش همین اینه دوباره. منطقه این دفعه به عنوان کتگوری به این نگاه کنیم. چجور میشه به عنوان کتگوری نگاه کرد؟ کتگوری با یک آبجکت و یک دونه مورفیز که خب اون یک دونه مورفیز هم آیدنتیتیه دیگه، اس داشته کتگوری یک. از هر کسی به این یه فانکتور هست، همه آبجکت ها رو میاره به این، همه یه چیزا رو میاره به اون آیدنتیتی، همین دلتا هست در واقع. و تمام. یه دونه است فقط، هم یه دونه است. بخاطر اینکه تو کجا میخوای بفرستی اشیاء و مورف، یه دونه مورف داری، یه دونه آبجکت داری، همه چی رو بده. اینم تو کت. در پوست ترمینال آبجکت بای دفینیشن چیزیه که از هر بی بهش یه مپ هست و میتونیم یه دونه مپ هم هست. چون پوست همیشه یه دونه مپ بیشتر نیست اگه بین هر دو تا چیز اگه باشه، برای این یه دونه هست فقط مهمه، یعنی از B به A باید یه دونه مپ باشه که به تعبیر دقیق تره به این زبون پوستی یعنی B کم تر مساوی A باشه. یعنی در یه پوست A element terminal if and only if که A the greatest element باشه، یعنی همه چیز زیرش باشه. خب مثلا توی این پروتوتایپ اگزمپلی که ما همیشه داریم از پوست که یک سری سابست از یک ستیه، مثلا ایکس رو بگیرین یک سری سابست ها ایکس رو بگیرین یه جا با اینکلوژن، اون وقت اگر مثلا کل ایکس رو برداشته باشین آورده باشین به عنوان سابستش، این بزرگترینه، همه زیرشن، این میتونه یک مربوطه یه شیء ترمینال باشه. حالا لزوم نداره کلا بیارین ها، کافی یه بزرگترینی فقط داشته باشین، یعنی باید از همه بزرگتر باشه، کافی نیست ماکسیمال باشه، یعنی ازش بزرگتر کسی نباشه، باید از همه بزرگتر باشه. عرض به حضور انور شما که یک مثال دیگه هم اینجا دارم، اینی که اگه یه نان تریویال مونوئید رو به عنوان کاتگوری به شما بدن، اینم ترمینال آبجکت نداره. بیاین اینم ببینیم که فقط یک چک کرده باشیم. فرض کنین که یک مونوئیدی من به شما میدم، تریویال نیست. تریویال نیست یعنی این تگزوی اینی چیز دیگه هم چه دارد. بعد این رو، این کتگوری مربوطه رو در نظر بگیرین، این که روش فلانه. بذار قبل از اینکه شروع کنم ببینم یه کلن یه بخش بحث نرو تو زیر قالی، چون کل بحث آب تو آیزومورفیزم دلتا یک مفهوم دقیقش خوش تعریف نیست اصلا. درسته، چرا؟ اولا که دلتا یک که خوش تعریف هست دیگه، چرا نیست دلتا یک؟ مگر اینکه منظورتون بشه آه کدوم یک، مثلا تقاضی صفر رو میگیری یا برقش؟ آره اگه منظورت اینه، آره درست، ولی چون مهم نیست، من هم تقاضی صفر رو فیکس میگیرم، بعد اگه چیز دیگه هم بگیرم فرقی نمیکنه، در نهایت همش در حد ایزو به من چیزی تحویل میده، بنابراین من کیرم نمیکنم واقعا، میدونی. ولی اگه خیلی مثلا چیز باشیم، حساس باشیم، میتونیم اونجا که داریم ما استفاده میکنیم مثلا دلتا یک رو بگیریم، اون یکیش رو مشخص کنیم که دقیق باشه، ولی بعد حواستون باشه که دستی کم اون موجود ترمینال که تعریف میکنیم اون دیگه یونیک نیست، حد ایزو موجودی که ما تعریف میکنیم، ولی از اونجایی که مجازم نیستیم چیزی غیر مجاز بگیم در حد ایزو، برای اشکالی هم نداره. یکم اینجا آزاردهنده است به نسبت مثلا گروپ تئوری و غیره، ولی تو همون گروپ تئوری هم شما اگه یه چیزی تعریف میکنی، مثلا چه میدونم بارونه یه چیزی، در حد ایزو این معنی، در حد ایزو که معنی نداره، نه آره اونجا شرایط بهتره، برای اینکه شما یه بار فیکس میکنین که اسم اشیاتون رو چی میدین، بعد دیگه همه چی بر اساس اونا معلوم میشه، اون تو بازی در نمیاره. اصلا ایکس اگه اسمش معلوم باشه، ایکس بارون اسمش معلومه دیگه، اونا رو بازی نداره، وسط راه از ایکس به ایکس بارون اسم عوض نمیشه. اینجا اما کل کاتگوری اسماش رو هم اگه بدین در حد ایزو، اون تو هم اشیا بازی در میارن، بعضی چیزا در حد ایزو فقط معلوم میشن، یعنی
خودش و همه فامیلاش که باهاش ایزوئن رو نگاه. مثلا الان من اگه تو ست می‌خواستم حرف بزنم درباره تکوزوی صفر نمیتونم حرف بزنم کاتگوریکلی، فقط دارم در مورد تمام تکوزوی ها حرف میزنم. اگه چیزی بگم فقط راجع به همه تکوزوی ها درست خواهد بود و نه راجع به یکشون اسپسیفیکلی و نگاهم چیز دیگه متفاوته. ولی خب اصلا پوینت هم مگر همین نیست، برای اینکه از نگاه من تکوزوی صفر تکوزوی یک با هم فرق نمیکنه. تکوزوی بودن مهمه، من گیر نمیکنم یه چیزی توش هست یا نه. میگه که یه حال گیج کننده داره کلا. آره حتما، آره واقعا بار اول حتی بیشتر از بار اول آدمیزاد اینطوریه که همش نگرانی در قلبت هست که حالا از کجا میگی، ولی چون داری خیلی میزنی زیر قالی این سمت جلوتر نریم تو جوب. یعنی چه میدونم با یه ای میگیریم بعد میدونی انگار اکوالیتی رو شما دارین عوض میکنین با آیزومورفیت. بعد خب اینا مواظبت های میخواد دیگه، اکوالیتی ویژگی خیلی ریزی داره، هرچی جا هرچی میشه به کار برد. اینجا دارین از کجا معلوم هرچی جا هرچی میشه تو ایزو به کار برد؟ آدم دلش محکم نمیشه اینا. این کاملا درسته ولی چیز نیست دیگه. این مثلا در اوانی که درست هم میشه کاتگوری تئوری کاملا این دغدغه رو داشتن با نگرانی. مثلا لیترچر ببینیم اون با بیشتر با حوصله و نگرانی چک میکنه، شبیه اوایل که مثلا لاجیک درست شده مردم با خیلی دقت زیادی حساسن به سینتکس، اینکه پرانتز چند تا هست نمیدونم اندوشی اول بخونیم اونو بخونیم فلان، نگرانن که این کار دست ما نداریم. از اینجا بعد عادت میکنن، احساس بهتری هم پیدا میکنن، دیگه رها میکنن. به نظرشون همین رو میشه نوشت، فقط من دیگه واصل ندارم. و الان مثلا میبینید خیلی کمتر هیوی سینتکس موجوده در جمع لیترچر لاجیک. یه حال اینطوری هم اینجا داره. ولی درست میگی، یک با فاصله چیز تره، گیج کننده تره، نگران کننده تره، که اینطور نیست که شما میتونین با چیز جا به جا کنین بدونین که خطری تهدیدتون کنه ایکوالیتی رو با ایزومورفیسم. ولی آره از اینجا بعد یه اتفاقات خیلی ناجور میفته، همه چی در حد ایزو و اینا. عرض میکردم که یه مونوئید بگیریم که نان تریویاله، یعنی این نیست، و بعد به عنوان کاتگوری نگاهش کنیم همونطور که اینجا کشیدم دارم نشون میدم. بعد حرفم اینه که این جناب چیز نداره، ترمینال نداره. ترمینال که خب اگه داشته باشه که یه دونه آبجکت که بیشتر نداره، همون یه دونه آبجکت که استار اسمش اون ترمیناله دیگه، کسی دیگه که نیست از اینجا که ترمینال باشه. خب بیا فرض کن ترمینال، اگه اون ترمینال باشه یعنی از هر کسی و هر کسی هم که هم استار رو دوباره از هر کسی به استار ما، اینجا استار رو به منزله ترمینال نوشتم، از هر کسی به استار ما یک و تنها یک مپ موجوده. یعنی این هوم باید چی باشه؟ تکوزوی باشه دیگه، اگه قرار باشه این جناب ترمینال باشه. و این هوم استار و استار هم همه امه، ام هم که تکوزوی خدا رو شکر نیست. بنابراین اگه من یه ام نان تریویال مثلا عدد طبیعی رو بذارم اینجا مثلا با با شکل مونوئیدیش، این دیگه چیز نیست. ترمینال رو که همون یه دونه باشه، اون جناب ترمینالی از هر کسی به کسی مپ هست، ولی اون یه دونه نیست. یه دونه بودن مهم. این از این. یک مثال دیگه حالا بزنم برم، اینقدر که اونجا من منبع رفتم که ای وای و داد و بیداد و چقدر اهمیت داره و شما چه میدونین اهمیت فایبرشن چیه. خب حالا بیا یه مثال از فایبریشنت هم بزن. کاتگوری تو بگی C over A، ام یا آبجکتی تو C، ترمینال این تو چیه؟ C لزوما ترمینال نداره، هر C اصلا این خوبه. اولا که هر C من به شما بدم لزوما ترمینال نداره دیگه. این بالایی که دیدین یه عالم کاتگوری دیگه هم که بهش فکر کنین ترمینال داره. حالا جلوتر یکی کاتگوری معقول هم میبینین که نداره. اما اگر فعلا بخوام با یه دست مثال بزنم، کافی یه پست بدم که بزرگترین المنت نداره. و یه پست بگو که بزرگترین المنت نداره، مثلا چه می‌دونم هر آر با ترتیبش، ان با ترتیبش، زد با ترتیبش، چه می‌دونم این اعداد اینا تر ندارن دیگه، همجوه میره. برعکس مثلا پاور ست یه چیزی که اون یه چیزی بزرگتری جدی داره، خیلی از این پست‌ها بزرگتر نداره. بنابراین هر سی ترمینال نداره، اما سی رو اگر لوکالایز کنین در ای، سی رو اگر چیز کنی نگاه کنیم به اونا که میان داخل A، پارت های A هم دبیری یا فایبریشن هایی که با A ایندکس شده، اگه برعکس نگاه کنم
اون وقت داریم ترمینال، حتما ترمینال داریم، هم ترمینال آیدنتیتی. این که چرا ترمینال شده الان حرف میزنیم، اما قبل از اون نگاه کنیم که این پروسه چجور اتفاق میفته. ببین شبیه اینه که من مثلا یه چیزی به شما بدم، یه اوردری به شما بدم، مثلا اوردر اعداد حقیقی، خب حقیقی باید اوردرش بدم، بگم این که ترمینال نداره، میگه خیلی خوب یه نقطه‌اش رو بردارین، اینجا هم آبجکت است، ای رو بردارین یه نقطه‌اش رو بردارین، میگه همه زیر اینو نگاه کن، سی اوور ای، یعنی همه زیر اینو دیگه، نه زیر اینو نگاه کن، بعد میگم زیر اینو که نگاه کردی این یارو میشه عضو ماکسیمال یا ترمینال. خب آره دیگه، چون شما محدود کردی منو به زیر ای، طبیعتاً خود ای به منزله موجودی که زیر ایه که این ویتنسش آیدنتیتیه تبدیل میشه به ترمینال دیگه، عجیب نیست. دارین لوکالایز میکنین، یعنی لوکالایز رو به این تعبیر بکنم من که مثلا این تعبیر معمول در جیومتری برای اسلاش. علتش هم اینه که ای رو فرض کنین که مثلا یک مثلا سی رو بگیرید زیر فضاهای یه فضایی، مثلا یه عالم فضای توپولوژیک، مثلا هرچی، خب از این کاتگوری توپ بگیرید، وقتی A رو بگیرید یعنی یه فضای توپولوژیک، C over A انگار که همه مپایی که وارد میشن به A، حالا با اغماض میشه تصور کرد، غلطه ولی تصور کنیم برای موقتا که به منزله زیر فضاهای A، وقتی انگار که همه دنیا رو یهو محدود میکنن به داخل A رو میگن نگاه کن بکار نشوش به همه عالم به زیر فضاهای A، انگار دارم عالم رو لوکالایز میکنم به ای. حالا یه وقت هم ممکنه که اون سیتون باشه زیر فضاهای یه فضای داده شده ای، ای زیر فضای کوچیک، اونه یه زیر فضای کوچیکتریه، مثلا سی همه زیر فضاهای آره، ای هست چه میدونم بازه یه صفر و یک باز، بعد سی اوور ای یعنی ولکن کل آر رو بیا تو اینو نگاه کن، این عمل لوکالایز کردن نسخه کاتگوری، دقیقا نسخه کاتگوری که چیزه، دقیقا حرف غلطیه، چیزه یه ذره بازی داره ولی دور نیست از نسخه کاتگوری که انتظار داشته شدن بر از لوکالیزیشنی که در چه میدونم مثلا الجبرا دیگه به معنی که وارون اشیاء رو اضافه میکنی مثلا فانکشن فیلد درست میکنی. حالا بریم سر حرف حساب، از کجا میدونی آیدنتیتی ترمیناله؟ خب ترمینال باشه، اولا که آبجکت های این جناب اینه دیگه، موجوداتی هن که اینجوری مپیه که میاد به این دوتا طرف، مثلا دوتا آبجکت. مورف هم که میدونیم یه مورفی که از سر اینا میره به هم که به طور که یارو جا بجا میشه. حالا پس هر آبجکتی که من دارم توی C over A باید به این A over A که آیدنتیتی باشه یک و تنها یک مپ داشته باشه. خب یک مپ و تنها یک مپ رو باید ببینیم که یعنی یه معنیش میشه که برای هر F یه G و تنها یک G هست که اینجا به جا بشه. خب اگه قرار باشه G اینجا باشه که اینجا به جا بشه میشه ID، OG میشه F، یعنی G باید بشه F، F هم که بذارم جا به جا میشه، بنابراین یک و تنها یک G میشه اینجا بذاره چون خود F بیمزه اینطور. بعد توجه کنین خوبه که توی set terminal object همون کمی identity باشه، توی منظر set over A برست، این set over A terminal object همون کمی identity همون vibration A رو میفرسته به تکوزوی A، یعنی identity را اگه به منظر vibration ببینین هر A بالاش یه دونه A، یعنی یه نقطه است تا پیوسته ایندکس شده به جوره. سومین مثالم از شیء ترمینال هست در کاتگوری ست به توان سی آپوزیت. آقا این شیء ترمینال داره، بله شیء ترمینالش هست دلتا یک، یه آبجکت باید این تو بگم، یعنی یه فانکتور از سی آپوزیت به ست باید بگم، اینه این فانکتور هم که همه چیز رو میفرسته به تکوزوی یک. حرف هم اینه که ببین تو ست تکوزوی یک ترمیناله، تو ست به توان سی آپوزیت هم همون تکوزوی یک که همه باید رو همه سی ولی بدیش وریبل رو سی باید باشه اون ترمینال، یعنی کانستنت همه جا یک ترمینال. تو چه حسابی من میدونم ترمینال؟ الان به تو میگم ترمینال بودنش یعنی این که از هر افی که آبجکت اف که این توه، یعنی از هر فانکتوری از سی اپوزیت به ست یک و تنها یک نچرال ترانسفورمیشن باشه از اف به دلتا یک و همین دلتا یک من میشه نچرال ترانسفورمیشن یه دونه و یکم باشه، یعنی که برای هر سی اف سی به تکوزوی صفر بعد یه مپ باشه دیگه.
ببین یه دونه مپ که از هر اف سی به صفر که بیشتر نمیشه نوشت، همون یه دونه مپ هم نچراله. آه. در واقع این نچرال، این یارو ترمینال بودنه، از ترمینال بودن تکازوی صفر در ست ارث میرسه به ما. ما میدونیم صفر تو ست هیچ رای نداره، هر یه دونه مپ بیشتر به صفر نمیتونه بیاد. همون عامل اینه که بگم که خب حالا برای هر سی هم اینطوره، بنابراین تو ست تماسی اپوزیت هم اینطوره. چیز عجیبی دارم نمیگه، بخواهم بگم این پارامتر سی اینجا بیکاره. این هم از این، بنابراین این جناب هم ترمینال همیشه داره و ترمینالش هم الان میدونید. خب حالا برم سراغ یک چیز دیگری، ضرب دوتایی رو اول بگم و بعد ضرب چندتایی. ضرب دوتایی، ببین فرض کن سی کتگوریه، A و B هم دوتا آبجکت. خب منظورم از ضرب دکارتی چیه؟ اگه قرار باشه اون اپروچ فانکتور به من بده فلان، به جای اینکه بگم ضرب چیه، میگم ببین من میخوام ضرب چیکار کنه، بعد اون چیکار کنه رو اگر کسی ریپرزنت کرد اون اسمش ضرب. خب ضرب چیکار باید بکنه؟ ضرب اینطور باید باشه هرچی هست که اگه یه مپی رفت بهش، حالا نذارم این سی ببخشید، اگر یه مپی رفت بهش این سی ضرب است. خب از یه جایی هرچی این عین این باشه که متناظر باشه به اینکه دو تا مپ، یکی از x بره به a و یکی دیگه هم از x بره به b. ببین دارم به جنگ که من نمیدونم، من باهمی واقعا برام ضرب چیه، چی جوری میخوای بسازی تو سی، به من ربطی نداره. موضوع اینه که تو به من ضرب اگه بدی، من باید بدونم مپی که میره به یه ضرب دکارتی مربوطه باید متناظر باشه دقیقا با دو تا مپی که یک میره به یک میره به بی. یعنی من اولا که یه مپ از بی بگیرم، میتونم مستقیما یه مپ به ضرب بدم و برعکس از هر مپی به ضرب، در واقع دو تا مپ این قدم دو تا مپ میکنم یه مپ. اینه دیگه، این کار ضرب دکارتی اینه دیگه که دو تا تاب از x به a و b داشته باشی، اینا رو جمع میکنید. این کار یکی از ضرب انتظار میده که تکنیکلی یعنی که این رو بگیر با x هاشو خالی بذار، این میشه یه فانکتوری از c اپوزیت درسته به set، بعد دبه کن که این رو برای من ریپرزنت کن، یعنی اینجوری، این از یون ندای c، اون سی هم که یونیکه به اون سی در کنار این ایزوی اینجا، این دیتا مهمه الان میگم چرا، چون این دیتا یونیک نیست، این دیتا هم باید سیو بشه، این دوتایی دیتای اینجا و این یارو سیه رو بهش میگیم پروداکت. برای سی تنها پروداکت نیست، برای ما مهمه که سی اینجوری رفتار کنه، ولی خب سی که واقعا اینگه نیست، این ایزوه با این، اینکه چطوری به این تبدیلش کنیم من برام مهمه، بخاطر اینکه اینه که من x رو یه مپ، من میخوام یه مپ داشته باشم از، ببخشید میخوام بگم یه مپ از x به c داشتن متناظره با دو تا مپ داشتن از x به a و از x به b. خب اما این چطور متناظرن برام مهمه دیگه، چون متناظر باشه باید چطور متناظرش هم برام مهمه، بنابراین من به این تمام این دیتا c به اضافه این ایزوه میگم پروداکت، که یکم ابستراکت و ایناست اما خوب میشه فهمیدشون. خب حالا شما ممکنه بگید که آ بیا این زبان آدم بنویس، اینجوری آدم یه گلگیجه میگیره، اینکه یه دونه ایزو یه نشر ترانسفورمیشن این میره بنویسه کولم ور داریم میبریم بنور به عنوان پروداکت که آدم مسیر میشه. میخوام منتالیتی رو ببینین، چون همیشه که نمیشه که اینا باز کرد شکل خوب نوشت، الان تو این کیس پروداکت و اینا میشه که حالا لیمیت و کلی میتن اینها برای اینا میشه، بعد خیلی سخت و اینا میشه، بعضی وقت بهتر اصلا نکنه آدم اینا، ولی تو این کیسا به لحاظ آموزشی اینا خوبه که اصلا باز کنیم بفهمیم که چیکار داریم میکنیم. برای اینکه باز کنیم باید بریم اون یارو چیزا رو برداریم بیاریم دیگه، درست میگم، معادل بودن یونیورسالیتی و فلان. خب یونیورسالیتی میگه که این دیتای مربوطه، یعنی ریپرزنتبل بودن این، حالا وایا این دوتا متناظر اینه که به من یک سی بدی، درسته؟ مثلا اسمی بزنیم f x. میگه یک سی به من بده
یه عضوم توی سی به من بده به طوری که این یونیورسال باشه، یعنی هر عضو دیگری که داشتیم، درست میگم؟ این تو دارم مثل یه سی کوچولو بگم، این یه دی، اون وقت بشه یه من پیدا کرد از دی به سی، درسته؟ که این یارو مثل اف یونیک، به طوری که حالا اسمش بذارم اچ چون بعدم باش کار دارم، به طوری که اف اچ این یارو سیه رو بفرسته خب سب بذار این جمله رو تمام کنم. ریپرزنتبل میگه که چیز یونیورسالتی میگه که بشه این سی رو فرستاد به دی یونیکلی توسط یه اف اچی که اچ یه همچین مپی. خب حالا این رو بذار باز کنم اول، بعد میرسیم به حرف نفی. اگه بخوام این رو باز کنم اینطور میشه که میگه که یه سی به من بده و یه عضو توی اف سی. سی به من بده یعنی آبجکت بود، یه عضو توی اف سی یعنی یه عضو توی هوم سی به ای و ضرب در هوم سی به بی، یعنی یه دوتای مرتب، درسته؟ به من بده. خب یعنی یه پی صفر به من بده از سی به ای، یک پی یک به من بده از سی به ای، سی به بی ببخشید، درسته؟ این دو این سیه هست الان دوتای پی صفر و پی یک. خب به طوری که هر عضو دیگه تو هر اف دی، اف دی هم این همینه دی به ای دی به بی، بنابراین به ازای هر اف از دی به ای و دی به بی و جی مثلا از دی به بی، این جناب میگه یک و تنها یک مپ از دی به سی باشه، به طوری که این افش که اثرات این هومه این پی سف پی پی یک رو ببره به اف جی. خب این اف این اچ هست هومه مربوطه به اچ، یعنی ترکیب کردن با اچ. اگه این رو شروع کنیم جزئیات رو نوشتن اینطور میشه که این داره میگه که اگر این یارو پی سف این یارو اچه، خب این اچه که از دی به سی ار اگه ترکیب کنی با این سی به ای میشه یه مپ به دی به ای دیگه، این ترکیب مساوی این اف بشه، یعنی شکلکی اگر بکشیم که اینطور میشه این میشه، میگه که دیتای مربوطه ما اینطوره که شما یه سی به من میدین به این میگین ضرب، با دو تا مپ دو تا بازو که به ای و بی میره، اینها پروجکشن های منن انگار اگر به ضرب دکارتی این باشه، به طوری که این یارو اسپنده که نوشتین این دی بست، یعنی چی؟ یعنی هر دی دیگه‌ای که به من بدین، هر دو مپ دیگه‌ای که بکشین به ای و بی، یک به تنها یک مپ هست از دی به سی، به طوری که این دی این اچ اگر با این ترکیب کنی بشه اف، این رو با این ترکیب کنی بشه جی، درسته؟ این تعریف معادل پروداکت، برای من پروداکت هست سی به اضافه دو تا مپ، این دو تا مپ نماینده همین یارو ایزوان اینجا که گفتم مهمه، خب این چطور یکسان بودنشونه، سی به اضافه دو تا مپ به طوری که این یارو the best uniquely میشه فکتورش کرد، خب هر چیز دیگه به توسط و چون یونیکه با ضرب اینجوری هم شیء رو نشون میدن، این دو تا هم بعضی وقت میزنه زیر قالی صحبتش نمیکنن، میگن که ما میدونیم که چیه. توی ست معمول میبینین که این ضرب دکارتی معمول بگیرین این کار میکنه، بخواد اینا دو تا رو کافی بگیریم پروجکشن، بعد الان این حرفه اینه میگه که اگه از دی یه تابه بدم به ای یه تابه بدم به بی، شما یه تابه میتونید برسین به ضرب دکارتی، خواهر دیگه تابه که اف و جی دو هر عضو دی کوچولویی رو میبره به اف دی و جی دی، درسته؟ یعنی پیر میکنه اف و جی رو به ضرب، و بعد این دو تام که جابجا میشن به خاطر اینکه اول پیر کنین بعد پروجکت کنین و برمیگردن سر جدولتون، و این تابم یونیکه، یعنی هر کی که بعد از پروجکشن برسه به این و این معلومه که اینجا چی بوده، چون این بعد این پروجکشن داره میگه که، یعنی این تصویری که اینجا نگاه کنین میدونین که پروجکشن اولیش اینه پروجکشن دومیش هم اونه، خب این هر روز به اینجا بر اساس دو تا پروجکشن معلوم میشه. این در واقع یک رهیافت کاتگوری که به گفتن اینکه اشیای داخل سی دو تایی های مرتبن انگار، اگه اشیای هست حالا همیشه که شی نداریم داخل سی،
و فقط هم همینان، یعنی یونیکلی معلوم میشن بر اساس دیتایی که از A و B، یعنی به من بگین که A وقتی میری تو A باید چیکار کنی، وقتی میری تو B باید چیکار کنی، یعنی نتیجه ها تو توی ولیو ها تو A و B به من بگی، من یونیکلی ولیو هام رو در ضرب برای معلوم میشه. خب این از ضرب باینری. حالا این وسط میگه که نبیشون داره غور میزنه، میگه که اول میگه که خب همین تعریف میگه خیلی راحت‌تر هم میشد کرد، چه کاری؟ من تصورم میگه این تعریف خیلی راحت‌تر همین تعریفی که الان آخرین تعریفی که من گفتم اگر بذاری. آره بعد میگه که این دریافت کاتگوریک آخه شبیه بندبازیه، بعد با هزار پیچ و تاب از رو همون تعریف میکنین، هم برای ترمینال هم برای ضرب، تعریف دومی خیلی معقول تره. بله تعریف دومی خیلی معقول تره. ببین اول اینکه ببینه که من اعتراضت رو متوجه میشم درست نه. اگر اعتراضت اینه که آقا همینجوری با این چه یونیورسال تعریف بکن ما بریم، اگه منظورت اینه در برابر اون تعریف ریپرزنتبلیتی که بگه چه کاری با اون ریپرزنتبلیتی نمیگی، خب بردار بیای بگو هر دوتایی که فلان بشه نمیدونم همین هایی که الان گفتی رو بگو همین شکل هم بکش میشه تعریف زرد، چرا اسیر میکنی ما رو با اون؟ اگه منظورت اینه خب بعد من توضیح بدم که هم حرف درسته هم نه، اما اگه منظورت اینه که کل این بازی ضرب تعریف کردن در کاتگوری کار بی خودیه، به خاطر اینکه کم و بیش این همون ضربیه که ما بلدیم برای چه میدونم ست مثلا، خب اون یه بحث دیگه. اول بیا تکلیف من معلوم کن که تو با کدومش اشکال داری، کدوم داری دعوا میکنی تا بعد دعوا کنیم. میگه منظورم اولی، اگه منظورت اولیه خب جوابش اینه که درست میگی، ببین به لحاظ آموزشی اینا خب آره چه کاریه، ببین تو تحصیل کردی مغز ما رو بیچاره پیاده کردی که یه چیزی بدیهی تعریف کنی، خب اینجوری تعریف کن. مشکل اینه که اینجوری تعریف کردن برای ضرب خوبه، خب که شکل ساده یا آسون این، هرچی که بازی پیچیده تر و اینها میشه نوشتن اینقدر دیتیل یعنی اون شکل یونیورسال رو کشیدن و اینها سخت‌تر و سخت‌تر میشه، به اضافه اینکه شما دارین از روح مطلبم دور و دورتر میشین. این که ضرب اینجوریه که ببینی اولین بار خیلی ذوق می‌کنی میگی آ چرا خوبه، ببین اصلا واقعا همینه دیگه، ضرب همینه. من کاری که میخوام بکنم اینه که بهت بگم آره این ضرب همینه، این شکل آسونشه، اصلا همینجوری هم یاد بگیریم بیا کار کنیم، الانم اصلا دارم ضرب یاد نمیدم، الان در واقع دارم با ریپرزنتبلیتی بازی میکنم، بعدن که لیمیت میخوام حرف بزنم اصلا همینجوری قشنگ عکس میکشم و اینا، میگم اونا رو یادتونه اینا همینه با هم کار کنیم. چیزی که برام مهمه اما اینی که اون نوع نگرش رو منتقل کنم که چیزی که پشت همه ایناست اینه که شما یه کانستراکشن رو میسازین بعد میگین شی این رو ریپرزنت میکنه، از قضا این کانستراکشنه که پروداکت باشه اینجا و ضرب دوتا هوم باشه خیلی آسون میشه پیداش کرد و نوشتش اینجوری، لزومن هم نباید اینقدر آسون باشه. مثلا برای اینکه ثابت کنم بلاز تاریخ کردم چقدر درسته، شما تصور کن که این ریپرزنتبلیتی که الان ما ازش حرف زدیم مصادیق مختلف داره که چیزهای مختلفی ریپرزنتبل، اینایی که الان دیدین این آسونا که نوید میگه عکسشو بکش که لیمیت و کلیمیت باشن رو خیلی قبلتر بلدیم و میشناسیم و همه کار میکنیم. یک مثال های دیگهی که پیچیده تر و اینها ادجانکشنان که اینا خیلی خیلی بعدتر راه پیدا کردن به زمین بازی کاتگوری تئوری، خیلی اصلا یک انقلابی بود پیدا کردن اینا. الان ممکنه به نظر آدم اینطور باشه که چقدر مسخره است بخاطر اینکه این چیز مهمی هم نه، همینه با یه جور دیگه نوشتن شده، این همینه یه جور دیگه نوشتن اینا مهمه و منتالیتی مهمیه، به اضافه اینکه اون ریپرزنتبلیتی اگرچه اینجا یکم بیمزه است، حالا یه کوچولو جلوتر هم میبینیم که یه وقتی چیزتره، یه مثال میبینیم که یکم بهتره با اون ریپرزنتبلیتی گفتن آدم است بهتری میکنه تا با اون عکسشو بکشیم و اینا. ولی جوابم اینه که این اولا که مربوط به این بحثای ساده است، دوم این که گم میشه توی اینا، به نظر میاد که
یونیورسالیتی به مثلا چجوری بگم، فرض کن اینا من نگفته بودم، این شکل برای تو میکشیدم خب، بعد تو اینو میدیدی ترمینال رو میدیدی یاد میگرفتی که ها ببین ایده یونیورسال فهمیدم، بعد این یاد میگرفتی که اینا رو بعد با کون و اینا فکر کنیم، مثلا بگی که یه شکل میکشیم بعد یه دی یه سی پیدا میکنیم که به همه اینا مپ داشته باشه، بعد هر دی دیگه هم که به همه اینا مپ داشت یونیکلی فاکتور میشه، ای و فهمیدم که میشه لیمیت دوالش میشه کل لیمیت، یاد میگرفتی اینا. بعدن کم کم یه مثالا میدیدی که اونام یونیورسال ولی اینجوری یونیورسال نیست، یه جور یعنی جنرال تا یونیورسال، بعد به خودت میگفتی که این تو کانتکست من نه، بعد چیز میشدی که پس یونیورسالیتی کلا چیه، من چرا یونیورسالیتی در شکل جنرالش نمیتونم پیدا کنم. کاری که من میکنم اینه که من برعکس دارم میام میگم ببین یونیورسالیتی اینه که مدل ریپرزنتبیلیتیه و فلسفه‌ش هم اینه که اشیاء جدید می‌سازی، اشیاء قدیم اگه بتونن اشیاء جدید و رفتار جدید رو اینها رو کپچر کنن که خدا رو شکر، اگرم نه که هیچ. و بعد اینکه چطور اشیاء بر اساس رفتارشون تعریف میشن رو می‌بینیم. بعد حالا این از قضای مثالی که آسون‌تره که اینجوری، مثالش هم میگم برای اینکه من خودم هم بخوام لیمیت چک کنم، همینطور که الان ترمینال چک کردم با این چک میکنم چون آسون‌تره با دست میشه نوشته اینها، ولی کانسپچوالی اون مهمتره، عمیق‌تره، دیتره. آدمیزا باید اونطوری یاد بگیره، انگار که آدمیزا باید یاد بگیره که تئوری چیه در شکل جنرال و تمیز و ایناش به تمیزترین و بدون هیچ اثبات و اینهایی و ولی همزمان ابزار کثافتکاری و محاسبه و دستی و اینا هم داشته باشه، چون واقعا ما بعضی وقت مجبوریم محاسبه کنیم با اینا، این یه سری حرفای تو فضا که نمیزن. ولی چیزه باید موافقم که اگه قرار فقط پروداکتیکی بگه این پروداکت خوبه، اون خوب نیست، یا شاید هم نه. ببین به یه تعبیرم اینم خوبه، ببین اینجا شما به وضوح اونجا میبینی البته، ولی اینجا به وضوح میبینی که این پروداکت چیزه، ادای پروداکت ست را در آوردنه، اصلا به چش میبینی طرف میگه پروداکت ست رو ریپرزنت کن، اون بالا میگه تک عضوی ست رو ریپرزنت کن، به چش میبینی که مثلا اینجا یاد میگیری که اگه قراره به جای اینکه مپ های بین دو تا چیز ست باشه، مثلا اگه فضای توپولوژیک باشه اون وقت باید، یا مثلا بین دو تا چیز به جایی که فضای توپولوژیک باشه اصلا نه اسکیم باشه هرچی، چی کار کنی ضرب معنی داریته اونجا، و اون وقت میگه که خب اون کتگوری زمینت به جایی که رفته باشه دو ست، مثلا رفتی به هر کتگوری من نمیدونم اونجا یه ضربی داره که تو دوست داری، این ضرب رو کپی کن بگو اون ریپرزنتش میکنه، بعد اون رو بگی ضرب خوبه، بهت یاد میده. این رو دیگه باز کردنش متناظر با این نیست، مثلا میبینیم بعدن توی هایر کاتگوری تئوری که همین مثالی کردن زدم که این هوموتوپن در حد هوموتوپی و اینها و اون ضرب اگرچه اون ضرب معمول و اینها، ولی بعد اون تعریف طبیعیه یه خطی و ایناست و خیلی خوب و اینا، این یکی رو که بخوای باز کنی که میشه هوموتوپی لیمیت و کل لیمیت و اینا، میفته به گریه کردن، چون این دفعه دیگه این شکل تمیز نمیشه که به ازای هر دوتا یه دونه هست که اینا جابجا میشه، اون یه دونه در حد یک هوموتوپی یه دونه بالاتریشه که اون خودش در حد هوموتوپی بالاتریه مثلا، و بعد این که این ترکیب با این جابجا میشم معنیش نیست که این ترکیب با این مساوی، اولا که ترکیب خودش ول دیفاین نیست، در حد هوموتوپیه باید بگی که در حد اون هوموتوپی بالاترش هم باید کیر کنیم اینها، بعد مساوی بودنم دوباره مساوی در حد هوموتوپیه، حقیقتا انسان میفته به گریه کردن، اصلا واقعا نمیشه اینجوری کامبینیتوریال تمیز نوشته اینا، ولی وقتی که منتالیتی بالاییه اینجوری که تو داری از دست توپ مینویسی دیگه، خب اونو بگو چه اینطوری میکنی، این تو این کیس نمیشه ساده ترش. حالا به هر حال آره، ولی پوینت خوبیه، مرسی. همین بازی رو میشه تعمیم هم داد از شکل باینری ها، یکی یه دوای دیگه هم داریم، فکر میکنم شما برعکس کتاب آمدیم آمدیم اشیا اول اشیا رو تعریف میکرد و بعد دلم یادا میشه، ولی ما برعکس تعریف، بله بله به یه تعبیری چیزه متفاوته. ببین یون آودی میخواد ما عادت کنیم به کاتگوری کال نگاه کردن، و خب چون کار سختیه میگه بیایید به آبجکت بازی کنیم، یکم با مونیک نمیدونم پیک فلان ها، بعد یه مدتی که بعد رفتیم با اینا مثلا به ما شی یونیورسال بگه، اینا از عکس ها بکشه کامیونیتی، اینا عادت میکنیم.
و بعد شروع میکنه نمیدونم درباره این فانکتور و نترال ترانسفورمیشن و یونیدا و اینها هر وقتی که فرصت شد دیگه صحبت خوبه، واقعا هم جواب میده، من خودم کار کردم اینجوری درس دادم، واقعا فایده داره جواب میده. اینجا ولی حرفم اینه که باید یه کار دیگه بکنیم، از اون قورباغه رو اول باید قورت بدیم، یعنی باید از اول یاد بگیریم که استراکچرال نگاه کردن یعنی چی و اینها، یه اسارتی هم میکشیم و اینها. ولی یه راست من رفتم سراغ کاتگوری و بعد فانکتور و بعد ترانسفورمیشن و اینها، حالا ان شاءالله که خیلی سخت هم نباشه، هر وقتم لازمه فرود میام به زبون آدمیزاد که آقا این منظور اینه، از این شکلا باید جابجا شه اینها. ولی مثلا امیدوارم با من موافق باشین که یوندا مهمتر از اینه که بره اون ته به عنوان یه چیزی درباره نچرال ترانسفورمیشن، ریپرزنتبیلیتی مهمتر از پروداکت مثلا، اینا جاشون جلوتره وقتی در سطح تئوری دیولپ کردنشون حرف بزنیم. و مثلا امیدوارم که همین الان شمایی که الان اینا رو مثلا شنیده باشین به فرض برای اولین برای دومین بار اصلا درک عمیق‌تری دارین از آنچه که در کاتگوری تئوری اتفاق میفته به نسبت مثلا چیزی که آودی میگه، یعنی چیز هدف یه همچین چیزیست که یاد بده که ما داریم چجوری نگاه میکنیم و خب یکم هم سخت اینا میشه و به این تعبیر آره برعکسه ها، میگن که بله مسیح مجارب تر به تو حالا. آره خدا رو شد. عرضم به حضورتون که خیلی خب، حالا ضرب دل بخواهی هم که داریم، یعنی لزوما ضرب باینری نیست، دل بخواهی هم یعنی که یه آی هست یه ستیه و بعد یه فامیلی از آبجکت هم میدیم اینجوری که ایندکس شده با اون سته و بعد میخوام ببینم که آقا این ضرب این فامیلی یعنی چی، بچه‌ای که دو تا رو تو هم ضرب کنم، یه عالم تا رو مثلا تو هم ضرب کنم که میشه یه سی که این هما رو تو هم ضرب می‌کنیم و بعد اینم باید این ریپرزنتبل باشه توسط این سی، پروداکت هم هست این سی پلاس این یارو مپ اینجا، به زبون آدمیزاد همینجوری که نوید میگه اگه اینو باز کنیم این تبدیل میشه به این شکلی که شاید اینجا خوب باشه که این دفعه بکشمش، اینطوری میشه که آقا شما یه سری ای آی دارین، خب مثلا اینجا دارین چه میدونم ای 0 ای 1 ای 2 اینجوری اینا دارین ای مال هرچی، بعد یه سری مپ اینا از مپ نه ببخشید مپ مهم هیچ، یه سری ای اینجا ولن، بعد ضرب اینها یک سیه با یه سری پروجکشن به هر کدوم اینا پی 0 پی 1 نمیدونم پی 2 فلان، خب به طوری که این یارو کون مخروطی که روینه این ده بست، به این معنی ده بسته که هر دی دیگه ای که من بیدم به شما با یه سری مپ به اینا خب اف صفر اف یک این یه سری اف آی بنویسم، یک و تنها یک مپ از دی به سی هست یونیک که این مثلث ها جا به جا میشه، یعنی داره فکتور میشه در واقع اف دو توسط پی دو، خب انگار که بگم که من یه مپ هایی که از دی میرن به پروداکت متناظرن با مپ هایی که از دی میرن به همه اونا به اون دنباله آیتایی از مپ ها، اون متناظرشون همینجوری خالی نیست وایا کامپوز شدن توسط پروژکشن ها، یا به زبان لیمیتی این کونه ده بست کنه. خب همینه دیگه، عجیب هم نیست، همین تعریف دوتاییه که تعمیم داده شده به چند تا. خوبه اینجا ببینین که تعریف آیه توهی رو اگه در نظر بگیرین هم چی به شما میده، چون آیه دوتایی در نظر، آیه یه دونه ای در نظر بگیرین، یعنی یه دونه ای بگیرین که ضربش یه ای در هیچی هم یه ای میشه خود ای دیگه اینکه هیچی، ضرب ای و بی هم به همین تعبیر ضرب جنرال که ما گفتیم میشه ضرب باینری، هیچ چیز دیگه هم نمیگم. سوال اینه که ضرب توهی چی میشه، اینم با مزه، ضرب توهی یعنی که اینجا هیچ چی نداریم این پایین، درسته این ای ها هیچ چی نیست، بعد میگه که یه سی هست با یه سری مپ که خب دیگه مپ نمیخواد چون هیچ چی نیست، که هر دی دیگه ای که گرفتین و هر مپایی که به اینا که دوباره هیچ چی نیست، یک و تنها یک مپ به سی باشه که با اونا جابجا باشه که دوباره هیچ چی نیست، نتیجه میشه که سی ضرب این هچی این پایین اگر از هر دی بهش فقط یک مپ باشه، یک و تنها یک مپ باشه که یعنی ترمینال باشه، یعنی
چه ترمینال در واقع ضرب روی دومین روی خانواده توهی که همه بلدن این رو انشالله. بله حالا اینم از این. حالا انسان بعد از ضرب همین چند تا مثال بزنه که خوبه. توی ست ضرب همون ضرب معموله، توپ همینطور، ضرب با توپولوژی شناخته شده پروداکت توپولوژی از بزرگتون که گروه ضرب بکنین ارث میرسه، آبلی هم همینطور، وکتور اسپیس هم همینطور، کتگوری هم ضرب کتگوری قبلا دیدیم با هم همونه. اینا از این. توی یه پوست هم اگه من به شما بدم طبق تعریف ضرب یه فامیلی میشه یک شی مثل سی که به همه اینا یه مپ داره، پروجکشن ها. خب این چون همیشه یه دونه مپ بیشتر تو پوست نیست، یعنی سی کمتر مساوی ای آی از همه ای آی، برای همه آی، یعنی از سی زیر همه ایناست و بهترین هم از که اونجاست، یعنی هر دی هم که زیر همه باشه اون دی زیر سی هم هست، اینطور که میگه که به زبون آدم این اسم داره دیگه، این میشه the greatest lower bound، برای اینکه lower bound یعنی زیر همه هست اما greatest، یعنی هر چیز دیگه هم که زیرش باشه این بزرگتره، چیزی کوچیکتر از اون سیه، سی بزرگترین lower bound. پروتوتایپ پوست ما که همون پوست های سابست های یک پوستی رو میگیریمه، اگه این جناب نسبت به اشتراک دلخواه بسته باشه اون وقت روشنه که همون اشتراکه میشه ضرب مخانواده دیگه، چون طبق این تعریفی که ما میگیم روشنه که اشتراک زیر هر دو تاست و بهترینه که زیر هر دو تاست، نه هر چیزی که زیر هر دو تا باشه زیر اشتراک، اشتراک واقعا پروداکته، حالا اگه با موجود باشه تو اون خانواده که دیگه پروداکت، حالا لزوما همینطور نیست، یعنی میشه پروداکت اشتراک نباشه، اگر که نسبت به اشتراک بسته باشه پروداکت اصلا اشتراک هست، اگه بسته نباشه ممکن چیز دیگه هم باشه، چون اون وقت اینی که بهترینی که اونجا هست دیگه، بهترینی که شما دارینه، اون بهترین وابسته است به کانتکست و عوض میشه از کانتکست به کانتکست، یعنی شما کانتکست کوچیک‌تر می‌کنید بهترین تون عوض میشه، بزرگتر می‌کنید بهترین تون عوض میشه، بعضی وقت بهترین هست بعضی وقت نیست، بعضی وقت اصلا هیچی نیست اون زیر که قرار باشه بهترین باشه الا ماشاءالله. مثال از اینی که نداریم، اولا که این پروداکت‌ها رو تو پست‌ها اینجوری بهش میگن میت و اینطوری نشون میدن، برای اینکه اینها انگار که سابست باشن همدیگه رو میت میکنن و بعد همون اشتراک باشه، مثلا این فاینایت‌هاش هم با این نشون میدن، اگر ندیدیم که اینطور از همین میشه استفاده کرد، همونطور که استفاده کردیم که شی ترمینال نداریم اینجا میتونیم استفاده کنیم که پروداکت نداره بعضی از کاتگوری، یه پست بدیم کافیه که یه پستی بدیم که مثلا دو تا شی باشن که اصلا هیچ زیرش نباشه، خب چه برسه که بخواد بهترین این زیر باشه، چون از پروداکت نتایجش اینه که هر دو تایی یه چیزی زیرشون هست، زیر هر دو هست یا هر چند تای زیرش یک چیزی هست، مثلا چه میدونم اعداد طبیعی رو بگیرین سابست های اینفینیت شو بگیر با اینکلوژن، خب بعد این دوتا رو بگیریم مثلا زوجا با فردا، خب این زوجها با فردا هیچ چیزی زیرش نیست، بخاطر اینکه اگه چیزی زیر این باشه و زیر این باشه زیر اشتراکشون، اشتراک اینا متناهیه و هیچ چیز متناهی زیر توهیه، در واقع اشتراک هیچ چیزی زیر این توهیه نیست دیگه، مگه خود توهی که توهی هم که اینفینیت نیست، اینطور مثلا این مثال مسخره بازی دیگه که میتونین بسیار درست کنید. عرض به حضورتون که اینم از این، دوباره شی مونوئید نان تریویال پروداکت هم نداره، برای اینکه یه دونه آبجکت که بیشتر نداره، اون آبجکت تو خودش ضرب کنیم اگه قرار باشه یه آبجکت دیگه بشه میشه همون خودش یا ابجکت کلا دیگه، اون وقت معنیش اینه که هوم استار و استار یک ریخته با هوم استار و استار ضرب در استار، چون استار ضرب استار استار چیز دیگه این نمیتونه باشه، بعد تعریف هوم میگه این ضرب دوتا هومه، یعنی ضرب وقتی واقعا ضربه که این یک ریخت باشه با ضرب دوتا هوم، که این دوتا هوم هم هست ام ضرب در ام، اینم که ام، یعنی آخرش باید ام با ام ضرب در ام هوم چیز باشه، هم اندازه باشه دست کم که خب نیست و اینم نشون میده که من دارم اشتباه میکنم، درسته این دوتا باید ایزومورف باشن با هم برای یه ام نان تریویال و این ممکنه، من دارم میگم نیست که حرف بی خودیه، این ممکنه دست کم، حالا ام رو اگه فاینایت بگیرین که این دیگه ناممکنه، ولی خب برای ام اینفینیت واقعا ممکنه،
مثال داریم که میشه این کار رو کرد، بعد این اصلاح کنم. عرضم به حضورتون که آره برای ام فاینال دست کم نمیشه، اینم بازی مثال دیگه از این که مثلا پروداکت نداریم. اما یک فیلوسوفیکال نوت هم اینجا دارم که الان وقت خوبی که دربارش حرف بزنم. فیلوسوفیکال نوت من اینه که ببین شما برای اینکه ببینین، میخوام اینجا پوز بدم که نگاه کردن به رفتار بای فار بهتر از نگاه کردن به ساختمان. ساختمان عرضیه، شما نگاه میکنی یه کاری میخوای بکنی، از قضا ساختمانی هست که اون کارو میکنه، ریپرزنت میکنه اون فانکشن رو تکنیکلی، برمیداره میارش. اگر که نبود خوب نیست شغل. تازه حالا این ماشینری یوندای اینا به تو اجازه میده که مثلا یه سری از این رفتارهایی که نیست رو خود رفتاره رو میکنیم شی، اما فانکتور شی ایدئال، بعد با اون کار میکنیم، کم نمیاریم. ولی به هر حال، حالا در مورد پروداکت من حرفم اینه که من خوبه شاید تو این مثال بگم. مثلا شما اگه پروداکت دو تا چیز نداری، پس کنید کتگوری داری پروداکت نداره، خب A و B داره، پروداکت A و B نداره به این معنی. خب این یعنی چی؟ یعنی اون هوم داش A ضرب در هوم داش B ریپرزنت نمیشه، درسته؟ این تو خب نمیشه که نمیشه، میرید توی سطح توان سیاپوزی توی دنیای ایدئال بزرگتر، خود این یارو رو به منزله ضرب اون استفاده میکنید. اینه دیگه منتالیتی ما، یعنی خود فانکتوره اون کاری که قرار باشه بکنه رو خودش میکنیم آبجکت و هم داریم استفاده میکنیم. حالا ولی این که میخوام الان بگم این نیست، میخوام بگم که همون شکل معمول که فرض کنین که پروداکت هزن هست، یعنی شما میتونید ریپرزنت کنین، ولی این توضیح به شما میده که این ریپرزنت رفتارش بعض وقت آبجکت و اشیا رفتار عجیب غریب دارن. حالا اینجا که میخوام مثلا بزنم چون دست من بسته است، مثال خیلی عجیب غریبی نمیخوام بزنم، یه ذره یه کوچولو شاید غمیش داشته باشه اینا، ولی هست مثالایی که واقعا ضرب اصلا ضرب دکارتی شرطی نداره، آدمیزاد هیچ اندازه نداره که چرا باید به این فکر کنه. حالا توی توپولوژی اگه شما بلد باشین، اگر بلد نیستین موقتا چیز کنین، دووم بیارین با من، فقط در حد این سخنرانی که اهمیت چیز رو گفته باشم. ضرب توپولوژی که بلد باشین، ضرب توپولوژی ها بلخص وقتی اینفینیت یه فامیلی اینفینیت دارین، مثلا یه سری ایکس یک تا ایکس چیز داشته باشین، دو سه فلان اینفینیت تا، بعد میخواین آدم ضرب کنین. سوال اینه که ضربش رو احتمالاً آدم عاقل میگیره، ضرب فضا چیز ست ها، یعنی دنباله های فلان. بعد از خودتون میپرسین که خیلی خب حالا توپولوژی چی بذارم، یعنی بازار چی بگیرم. بعد میبینین که کتاب مربوطه رو که دارین میخونین و اولین بار میبینین که این میگه که بازای پایه باز چیز رو، یعنی در واقع سابیس مربوطه رو بگیرید، اینا رو بگیرید باز، بعد ببینید که چیا درست میشه باش. در واقع چیا رو بگیرید باز؟ همه از هر کدوم یه باز بردارین تو هم ضرب کنی، اما باید قول بدین جز متناهیتا بقیه شون تریویال باشه، یعنی کل فضا باشه، فقط متناهیتا حق دارین نابدیهی بعد. همه اینا رو تشکیل بدین، اینا میشن پایه، به این میگن پروداکت بیس، پروداکت توپولوژی دیگه. بعد آدمیزاد به طور طبیعی اگه اولین بار دیده باشه باید اینطور برخورد کنه که چرا، این که طبیعی نیگه، واقعا طبیعی ترین باکس توپولوژیه دیگه. باکس توپولوژی اینه که از هر کدوم یه باز بردارین ضرب کنین، تو معقول این دیگه به ذهن آدمیزاد. این چرا باید اونو بگیریم اینو نگیریم مثلا؟ بعد اگه بپرسی اینو از معلم مربوطه توپولوژی درس بده شما، پاسخ اصولا همیشه چی شبیه اینه که این بهتر و خوشرفتارتر و اینا. راست هم میگن، این به هم بهتر هم خوشرفتارتر. مثال هم میزنه، میگه مثلا قضیه تیخونوف برای این ضرب درست اون نیست، یعنی ضرب سری کامپکت میشه با این ضرب پروداکت توپولوژی، با اون ضرب بیس توپولوژی نمیشه، تی باکس توپولوژی نمیشه. که حرفی هم هست، به خاطر اینکه وسط کار کردن اینا شما میبینید که واقعا مهمه که ضرب کامپکت میشه اگه توپولوژی واقعا داری کار میکنی، اما از منظر کسی که داره دازه یاد میگیره و اینها از یک توجیه خیلی عجیب غریب و اینها میاد و اینها که اولا ول مثلا بیهیو نیست. اگر میخوایم باشه اینکه تیخونوف بود، با اینکه نشد استدلال. جواب این حرف
جواب درستی که چرا این توپولوژی رو میگیریم اینه که این توپولوژی رو میگیریم چون باید بگیریم. این توپولوژی توپولوژیه، تنها توپولوژیه که به شما به زور اجبار میشه اگر بخواید که پروداکت داشته باشین تو کاتگوری توپ. ببین پروداکت تو کاتگوری توپ ربطی به بازی من که من این توپولوژی دوست دارم میخورم نمیخورم اینا نداره که. موضوع اینه که یه چیزی باید ریپرزنت بشه، یا همینجوری که نوید دوست داره یه آبجکت یه فضا توپولوژیکی باید باشه، من چه میدونم چی، با یه سری تابع پیوسته به همه فضاهای من و همه این اینفینیتا، به طوری که هر چیز دیگه ای که یه سری تابع پیوسته داشت به این اینفینیتا یه تابع پیوسته بده به این یارو پروداکته، به طوری که بعد اگه پروجکت کردم برگردم اون تابع اول. خب این چیزی که انتظار داری از ضرب دیگه، این رفتار ضربی که تو انتظار داری به خاطر اینکه تو توپولوژی داری زندگی میکنی، به تو فورس میشه که اون توپولوژی رو بذاری فلان توپولوژی، عوض بکنی بازیات و اینها، اون توپولوژی هم عوض میشه، یعنی فورس میشه چیزهای مختلفی بشه اینا، مثلا فضا تو از توپ کوچیک‌تر کنی بکنی فضای توپولوژیک که فلان ویژگی‌های اضافه داره یا چی. خب به من مربوط نیست که اون توپولوژی چیه و اینا، توجیه اون توپولوژی اینه که تو یه رفتار انتظار داری، خب این برآورده می‌کرده، من دیگه باش کارم ندارم. دقتم بکنید میگه شما هرگز با این کارت نمیفته، یعنی هر وقت با پروداکت کار داری همینقدر کار داری، این همون تنسوره، هر وقت با تنسور انسان کار داره در واقع با بایلینیرای که راه میفته ازش میره بیرون کار داره، هر وقت هم با ضرب کار داره تو باید نگاه میکنی میگه تا پیوسته به ضرب، مثلا یه راه قایم شدن برای کسی که توپولوژی تازه یاد میگیره برای خنگه یه تا اندازه خنگه مثلا اینه که میگه که مثلا تو کت من این توپولوژی نمیره، توپولوژی یه نمیفهمم و اینا اصلا اذیتم، مثلا تنسوره که مثلا اذیتم، این خیلی کمتر به خاطر اینکه ستش کانکرت و معقوله. بعد تو میتونی این ویژگیشو برداری بگی خب مثلا ولکو من چیزی نمیدونم توپولوژی چه، یادم میاد اینا، ولی میدونم این ویژگی رو داره که هر تابع پیوسته ای که به همه اینا بدیم یه تابع پیوسته میده به ضرب و تنها یه دونه. این حرفای مفتی که ما زدیم در مورد پروداکت اینه که این یونیکلی هم معلوم میشه با این ویژگی، بنابراین هیچ هم داری فراموش نمیکنی اگه این ویژگیشو بگیری، بنابراین هر چی من بتونم ثابت کنم توپولوژیک درباره فضای ضرب با اینم میتونم، و خب این ویژگی طبیعیشه، با رفتارش من با رفتارش هم واقعا کار میکنم و اینا میتونم کار کنم، اصلا بروم نیارم که توپولوژی چیه، اون توپولوژی رو نصب کردیم که یه کاری اتفاق بیفته، حالا میتونه نچرال نباشه، باز این حالا یه اندازه نچراله که جز فاینایت تا بقیه‌اش نگیریم و اینا، ولی وحشتناک وقتی است که مثلا میگه که فضای توپولوژی که مثلا با این 3 4 تا شرط سپریشن اضافه مثلا باشه اینا، بعد نمیشه این ضرب اون ویژگی‌ها رو نداره مثلا، حالا با ضرب خوبه به تقسیم که میرسه گریه انسان در میاد، مثلا تقسیم هاستورف هاستورف نیست، حالا تقسیم الان ما ندیدیم، بعد حالا میبینیم بعدا، یا الان ویژگی خوب از بین میره و اینها، بعد تو هی گریه که این چرا، بعد توپولوژی هم چیز عجل هفتری از این، چرا باید این کار بکنیم اگه میخوایم مثلا به زور سپریشن اینا هم اضافه کنیم بهش که وا ویلاست دیگه، و هر بار که من نباید بردارم بیام به تو توضیح بدم که چرا این کار میکنم چرا این کار نمیکنم. حالا این هم ممکنه تو بگی که لاکچری بی خودیه که حالا ما بحث فلسفی که نمی کنیم که ما واقعا در پرکتیس ریسرچ هم مهمه، یعنی من یه جایی میخوام یه موجودی یونیورسال پیدا کنم که فلان کار رو بکنه برای من، منتالیتی مگه این باشه که باید اون رو با دست بسازم که خیلی اوقات بوده تا قبل از اواسط قرن، اسیر میشم و نمیدونم بچه‌ها، اگه آزاد میشم اگه بدونم که ببین تو این یه بار دست بزنی پرت کنی اون، همین که بگه هست دیگه بسته، یونیک هم معلوم میشه باش کار میکنیم اینا، بعد اصلا یه رود خیلی عظیمی باز میشه که شما میتونید سواشی بری و اینها. خیلی اینم از منبر و رتوریک و اینها، حالا بریم دوباره ادامه پول بک، دوست خوبمون پول بک. پول بک مثال پروداکت، باز آدمیزاد هم پول بک اینجوری درس نمیده، همونطور که الان بچه‌ها اعتراض کردن همه، نوید اعتراض کرد، این دوستمون زجاد هم چیز کرد که این مال شما با مزید تره و اینا، ولی که به حق هم هست دارم چه قرار نمیزنم. پول بک رو هم انسان اینجوری نمیبینه، من الان خواهم پول بک رو یه جور دیگه بگم بعد دوباره زبون آدمیزاد چم میگم حتما. ببین پروداکت ما میخوایم پروداکت رو بیا تو کاتگوری سی اوور ای، ای رو فیکس کن، سی اوور ای رو بگی بگو اینجا پروداکت کن، ببینم تو که انقدر زرنگی میتونی.
پروداکت چی میشه اینجا؟ ببین دو تا آبجکت داریم، این دو تا آبجکت این همه چی رو A نشسته، عمدن A گوشتم زیر، همه چی گوشتم روش. یه لحظه میتونیم واقعا فراموش کنیم که همه چی رو A نشسته، اینا رو ببینیم دو تا آبجکت B C، حالا واقعا ولی باید مپ داشته باشه به A، ضرب اینا میشه یه آبجکت دیگه، یعنی یه D به A، به طوری که دو تا مپ باشه پروجکشن ها، این دفعه برای پروجکشن از سرای ایناست، همینجوری دل بخوایم نه، باید جابجا بشه این، به طوری که این بست باشه، درسته؟ یعنی هر ای دیگه ای پیدا کردم با دو تا مپ، هر ای که به A یه مپ داشت و که نکشیدمش اینجا دیگه جا نبود، و ای به B یه مپ داشت و ای به C یه مپ داشت که اونا جا به جا می شدن با هم، این رو تعبیر کنید به اینکه این در واقع یه مپیست از این شی over A به شی over B، از شی over A به شی over دوباره A، از شی over A که از ایران می افته به شی over E که به C از ایران می افته، یعنی این A این پایین پاک کنین اصلا موقتا این سه تا یالو به اضافه این یالو که من نکشیدم، میبینی که این پروداکت دیگه، ببین یه چیز دو تا چیز روی ضربه، دو تا مپ، هر دو مپ دیگه یک تاد فاکتور میشه. حالا ولی اینا همه باید اوور A باشن و این اوور A بودن فقط اوور A خالی هم نیست، باید هر مثلا اینی که میکشیم باید جابجا بشه، یعنی این ترکیبش با این باید بشه این یارو بزرگه که من نکشیدمش، یا این با این مثلا باید بشه این بزرگه که من نکشیدمش، الا ماشاءالله. دی رو میگیم اون ضرب روی فلان، ضرب در سی اوور ای آف بی اوور ای و سی اوور ای، این دوتا هرگاه که دوتا مپ اینجا باشه اینا جا به جا بشن، به ازای هر ای که این دوتا مپ باشه که اینا جا به جا، این چیزی که باید جا به جا بشن که الان نمیگم و شکلاستون درش الان چند ثانیه بعد پایین تر میگم، یه مپی باشه یکتا اینجا که فکتور کنه همه یه چیزی که باید. یکم شلوغ میشه اما میدونین که میتونین بنویسینشون اینا، که آره میشه بنویسمشون، معلومه چیه دیگه، یعنی که پایین ایشو فراموش کنید. خب حالا یک، اینی که این زبون آدم نمیتونه بنویسی از همینایی که عکس میکشیم و اینا، آره این رو مرسوم اینه که اینجوری میچرخونن یه مقداری اینوری مینویسن. خب و بعد این مپ دی به ایش هم من میدازن دور بخاطر اینکه این ترکیب این دوتاست دیگه اضافه است، همینطور این مپ از ای به دی ای که بعد هم باید بکشیم چون با این ترکیب در میاد میدازنش دور، شکل رو مینیمال میکنن که هی جا به جایی کمتری گفته باشیم. اینطور میشه که یک سی اوور ای و بی اوور ای داریم، این دوتا بودن درسته؟ یعنی این گوشه رو به من دادن. خب بعد اون ضربه که ما الان دنبالش میگردیم اینه که یه دیه دو تا مپه به طوری که این مربع جا به جا میشه، یک دو این بهترین گوشه ایه که این مربع جا به جا میشه، یعنی هر ای دیگه ای بدم با دو تا مپ بیاد اینجا که این گوش این آر جی جی آر با اف کیو مساوی باشه، این فاکتور میشه یونیکلی اینجا، یعنی چی؟ یعنی یه مپ اینجا هست که ترکیبش با پی یک میشه آر و ترکیبش با پی صفر میشه کیف. به این مربع میگه مربع پولبک و بعد به این دیگاهی بدون اینکه اشاره به این یالای یعنی این گوشش بکنم میگم پول بگ، دقیق ترش اینه که دی با این دوتا یالش هست پول بگ آو این دوتا. علت اسم پول بگش هم اینه که ببین این الان انگار اف این جی رو شما پول بگ کردی، یعنی کشیدی عقب اوور اف شده پی صفر، یا معادلا اف رو کشیدی عقب اوور جی شده پی یک. خب این منطق اسم پول بگ، ولی میدونیم الان که ما از کجا آوردیم پول بگ رو. پول بگ رو از اول که بخوام ما پول بگ رو حساب بکنیم این دوتا گوشه رو میدن میگن پول بگ رو حساب کنید. خب مثلا اگه داشته باشه اینا که میشه این گوشه و این دوتا یاله که دبست باشه، این گوشه هر که به شما میدن در واقع دارن به شما دوتا چیز اوور ای میدن، دوتا فایبریشن اوور ای میدن، نه؟ و شما این دوتا فایبریشن رو میخوای ضرب کنی، یعنی چیکار کنی؟ یعنی بیا من توی روی ست اینو برای شما حساب بکنم که اونجا ما فایبریشن رو کاملا درک میکنیم و اینها، بعد ببینیم که چی میشه. اگه من این حرفی که این آقا میزنه اینجا که میگه که مثلا شما یه A داری، یه B داری، یه C داری، یه F داری، یه G داری، این دوتا رو میگه این دیش رو پیدا کن تو ست به طوری که این پول بک بشه. خب اولا ادعا این دیه اینه، این میشه مجموعه هم یه زیر مجموعه از بی ضرب دستی، همه بیا و سی های کوچیکی که ضرب در بی ضرب دستی هن. خب به طوری که عضو دیگه
اولی که ضرب ننویسید. به طوری که اف بی، اف را از اینجا بیایم، مساوی جی سیه. یعنی نه کل ضرب، بلکه اون تیکه که افش با جی این مساوی میشه. یعنی اون تیکه که فالو کنید. انگار همه بی ضرب دستی زیاده، اون تیکه که با تغییر اف و جی کانسیستنت همه چی میمونه. که یکم ویرده این تعریف و اینا، است عجیبی ممکنه انسان بکنه. ولی خب این دوتا پروجکشن هن. خب این که اینجا به جا بشه که میشه، از شما بیای به بی، بعد با اف بی آی از این ورم بیای با جی بی آی یکی میشه. این هم به خاطر معادله هست. اصلا این در واقع شکل معادله رو به زبون آدمیزاد نوشتن. نه علت چم اینه که هر عضوی که این توی یه دوتاییه که این یعنی بی شو بگیر اف بگیر، نه یعنی سی شو بگیر جی بگیر، که خب خودت یه کاری کردی اینا مساوی شن و مساوی میشن دیگه. و چون همه‌شون هم گرفتی این دبسته، یعنی میشه چک کرد که من یه ای اینجا بگیرم که این میاد از این ور به اینجا، این از این ور میاد به اینجا. خب بعد این ترکیب رو که در نظر بگیرم، مثلا یه ای کوچیک اینجا داشته باشم، الان اف اون یارو آر مثلا باشه، اینجوری میکنه این رو آر بذار، مثلا این رو چه میدونم اس. خب الان اف آر ای مساوی جی اس ای طبق شرط من، و من میخوام یه مپ و یه یونیک پیدا کنم اینجا که این فاکتوره رو بشه. خب از کجا بردارم بیارم این مپ رو؟ اینم ای که این توه. خب چطور پیدا کنم؟ ببین الان چی میگه. این میگه که اف آر ای با جی اس ای مساویه، که آر ای و اس ای هم اعضای این. خب این که این دوتا از اینجا میان مساوی میشن، یعنی من یه عضوی از اینجا پیدا کردم که اون شرط این بی او سی رو داره، که یعنی چون همشو گرفتم همونطور که گفتم، یعنی آر ای و اس ای رو من چیه گرفتم قبلا خودم تو دی. درسته؟ یعنی الان این تو عضو رو دارم. خب الان ای رو بیار به این دیگه، ای رو ببر به این، و این که فاکتورم میشه عجیب نیست. ای میاد به این، بعد پی سف پروژکت میگیری میشه همون آر ای، اون برای میشه اس ای. هیچ کار خواستم نمیکنم. کل پوینتش اینه که این دی همه اونان که اف و جی رو مساوی میکنن، و فقط همونا که این جواب بهترین رو به من میده. و الا ماشاءالله دیگه. بعد نشون بده اینم یونیکه، نشون دادنش هم سخت نیست. برای من این میشه پول بک. خب دی با این دوتا، یا گاهی با اغماز خود دی خالی میشه پول بک. این هست. اونی که من میخوام بگم اینه که ببین این الان یه جور بازی کاتگوری تئوریتیکه که با اسباب بازی دیگه میکشیم میبریم عقب اینا. شما از روی این نمیفهمید پول بک چرا مهمه. یه ذره از اسم پول بک میفهمید، چون گاهی احتمالا میتونید حس بزنید که در شکل کشیدن بازی اینا پولینگ بک مهمه. آره، ولی مثلا نمیفهمید پول بک انگار واقعا از مهمترین چیزهایی است که انسان در کاتگوری تئوری باش کار میکنه. بای فار مهمتر از پروداکت و اینهاست. مثلا توی هندسه چپ راست صبح تا شب درباره پول بک حرف میزنن همه، همینطور در الجبرایک نمیدونم کاتگوریکال لاجیک کوفت داره باش. بعد ولی به شما نمیگه که پول بک چرا مهمه. این میگه این شکلی، حالا مثلا مثلا انواع مختلف شکلای دیگه بکشه. علتش اینه که پول بک فایبر پروداکت، به پول بک فایبر پروداکت هم میگیرن میگن. عجیبه نیست، بخاطر اینکه این دو تا قرارش تعبیر کنیم، این دو تا بی و سی اوور ای به فایبریشنز. بنابراین ضربشون هم که الان همین پول بک هم هست فایبر پروداکت دیگه. درست؟ اگه این شکل عجب غریبی که من نوشتم یکم به نظر تریکی و بامزه بازه اینها میاد، به زبون آدم بنویسین، فایبری بنویسین، ببینی خیلی واضحه. فایبری بنویسین، الان این بی که اوور ای رو به جای اینکه اینجوری بخونی فایبری بخون. خب فایبری بخونی یعنی چی؟ یعنی اینو بخونین این ای. خب درسته؟ این ای کوچیک، اینم بی که بالاش باشه، اینم اف منفی یک ای. خب این در واقع هست یه سری ست که ایندکس شدن با ای. این یکی هم همینطور، اینم هست دوباره یک سری ست، این دفعه این سی، اینم ایندکس شدن با چی؟ ای. حالا انتظار من اینه که دی منم هر چی که هست، حالا اینا بازوهاشه، ولی دی منم یه مپ بده به ای دیگه. اینم ضربی است که بالای ای زندگی میکنه.
الان من با یه چیزی بالای A پیدا کنم، یعنی یک فایبریشن اوور A که ضرب این دوتا باشه. خب چیه اون؟ این فایبریشن که به هر عضو A ضرب F منفی 1 A ضرب در G منفی 1 A رو نسبت بده، یعنی D اوور A رو من میگم، خودم میگم الان، هست این که به هر A، هر A کوچیکی اگر چیزی اینجا نسبت بده، این جناب هست F منفی 1 A ضرب در G منفی 1 A. یعنی برای هر A فایبرار تو هم ضرب کن. این یا چیزه انگار که A رو پارامتر بگیرین، یه دقیقه A نبین، دو تا فضا به شما دارن ضرب کن. حالا این پارامتر A هم داره، variable over A. خب باشه با پارامترش ضرب کن، ضرب کن دیگه. این الان هیچ فرقی با اونی که من این بالا نوشتم نداره، این همینه. ببین الان اعضای این که ضربه دوتایی مرتبن، که F اولی میشه A، G دومی هم میشه A، یعنی F و G با هم مساوی هن. ولی خب اینا چون بالای A اینجوری، اگه همش رو بخوای بگیری، یعنی F و G با هم مساوی هن، مساوی A هن. خب آره وقتی مساوی هن، مساوی چیزی هن دیگه بالاخره. ولی این کل فضا هم میشه همینی که من اینجا نوشتم. خب و این پروجکشن اینها هم همون ضرب معموله. کاملا اینجا این احساس رو میکنین که این اوور ای بودن پارامتری کردنشه، بقیهش هم ضربه. به همین دلیل به پول بک فایبر پروداکت هم میگن. و وقتی شما تو هندسه خیلی مغز فایبر پروداکتی خیلی مهمه. یکی هم در نگاه هندسی لوکالیزیشنی که گفتم مهمه، که بعض وقت به اوور ای رو نه به منزله فایبرشن، منزله این که خودمون رو داریم به زیر ای محدود میکنیم، داریم اونجا حرف میزنیم تعبیر میکنیم. اون وقت این شکلی که من این گوشه بذار یه بار دیگه بکشمش، اون وقت این شکل من اینطور میشه که میگه که آقا من یه بی یه فضایی دارم، مثلا زیر فضای ای، توی ای ربطی به ای داره. خب بعد سی هم مثلا یه فضای چوچیکتریه. خب من میخوام بی رو محدود کنم به سی، لوکالایز کنم به سی، یعنی مثلا رو ای میخوام از ای برم به سی که کوچیک‌تره. حالا به تعبیر حالا لزوما اینا چیز نیست، یک به یک نیست، نشستن نیست که بگم واقعا کوچیک‌تره. حالا شما همجوری میخوام برم یه جای کوچیک‌تر. خب یه موجودی اینجا زندگی می‌کنه، می‌خوام یه کوچیک‌تر. خب باید بتونی دیگه. چیکار می‌کنی؟ ماشینش همین پول بک میگه این را عقب بکش روی سی. خب و این جناب الان انگار همین فضا است، منتها ریستریکت شده به سی. ریستریکت کردن انگار به سی. اگر دوست دارید میتونید اینجوری هم بهش نگاه کنید. یا میشه اینو بهش اینجوری نگاه کرد که دوباره فایبریشن نگاه کرد، اینکه این به هر ای داره یه فیبر اینجا نسبت میده، بعد سی به ای هم یه تابعه جی، اینو دیگه فایبر نه، اینو تابعه. وقتی تابع میبینین اون وقت اینطوری میشه که مثلا یه تابعه که جی سی رو میگیری مثلا میشه یه ای. خب بعد حالا میگه که فایبرای بالای این سی چی؟ انگار که من بلدم که مثلا یه سری فایبر مثلا ایندکس کنم با اعضای ای، بعد یه تابع از سی به ای هست، میگم از اون تابع استفاده کن، سابس سابستیتیوت کن اینجوری که مثلا اینا یک سری ستن. خب مثلا اسمش بذار بی ای، هر کدوم اینا رو، هر کدوم که متناظر به ایه مثلا. خب برای اینکه تاکید کرده باشم به این شکل و اینا، افهم فراموش کرده باشم، اینا رو بی ای بگیر. یه تابع جی هم داریم که اعضای سی ای نسبت میده. حالا از این جی میشه استفاده کرد، یکی دیگه درست کرد اینجا که این دفعه اوور سی باشه. چرا که نمیشه؟ اینو باید چی بگیرم اون وقت؟ گفتی باید بگیرم B درسته جی سی، یعنی بگم فایبری که بالای سیه رو بگیر فایبری که بالای جی سیه. اینجا از این جی استفاده که باشه ممکنه که الان گیت شده باشه اینا. کل حرفی که دارم میزنم اینه که شما انگار یه چیزی با یه وریبل بنویسین، این B ایکس باشه. خب با یه وریبل می‌نویسین، یه ست وریبل، یه ایکس وریبل داره، حالا یه لحظه فراموش کردم. خب بی ایکس می‌نویسین، بعدش باش کار می‌کنین اینا. بعد می‌خوایم ایکس رو سابستیتیوت کنیم با یک تابع دیگه‌ای که یه جای دیگه میاد. خب ایندکسش هم عوض میشه. این ایندکس عوض شده،
این سابستیتیوت کردنه یه فایبرشن جدیدی میده با یه وریبل جدیدی، بیس چینج میکنه، همونطور که مثل قبلی که گفتم که وقتی اوورینه میخوایم ورینش اوور چیز دیگه، انگار داریم بیس چینج میکنیم، بهش بیس چینج هم میگن. و بعد این سابستیتیوشن در واقع همین پول بک، و این سابستیتیوشن فرمال میشه با پول بک، عوض کردن بیس که یه فضای روی چیزیه، مثلا مخابره روی فضای دیگه میشه پول بک. این که به اون یه سری فایبر نگاه کنی، فیب تو هم ضرب کنی فایبر پروداکت میشه پول بک، اینا همه میشن پول بک. پول بک به این دلیل چیز خیلی به درد بخوری، و حالا بعدا میبینیمش که هی چپ و راست سر کلش پیدا میشه. به منزله یه پروداکت خالی نمیدونم بی نمک و اینا بهش نگاه نکنین، بیچاره شنش خیلی بیشتر از این حرفاست. حالا پول بک توی ست رو هم به عنوان مثالی ما با هم حساب کردیم. ها پول بک رو اینجوری هم گاهی به غلط نشون میدن، چون وقتی این دوتا رو داریم، پول بک با اولا که فقط آبجکت نیست، این دوتا جونور هم هستن، دومی که وابستگیش فقط به A نیست، به این دوتا مپ هم هست. ولی اگه همه اینا رو فراموش کنی، میگن که B ضرب در C over A، یعنی فقط تنها میخوام بگم که این ضرب رو over A انجام بده، و حواسشون هست که مثلا اینها یواشکی گفته شده و اینجا داره گفته دیگه نمیشه. خوبه، یه نوتیشن خوبی هم مثلا شکل ستراتیکال هم میبینی که این در واقع همون ضربه، مثلا محدود شده به آن قسمتی که مثلا بالای A. و اما بعد به عنوان آخرین چیز برای این جلسه میخوام بگم که تو این کتگوری ست توان سی اپوزیت ضرب چه؟ ضرب پوینت وای. دوباره از ضرب سته که این ضرب اینجا ارث میشه. چی جور؟ خب شما الان یه ای و اف داری، بذار بنویسم اینم حالا که دیگه یاد بگیر. یه ای و اف که به من داده، ای و اف دو تا آبجکتن تو اون، که یعنی دو تا فانکشنن از سی اپوزیت ست. درسته؟ بعد تو به من میگه آقا این ضرب اینو بردار بیا تحویل بده. طبیعتاً ضربم یعنی یه فانکتوری با دو تا پروجکشن که the best باشه. از کجا بردارم بیارم؟ من میگم خب الان من باید به شما ضرب بدم. ضربم یه آبجکته. آبجکتم یه فانکتوره از اینجا به اونجا. فانکتور ای ضرب در اف رو که من باید خودم تعریف کنم، الان تعریف میکنم. میگم این جناب اگر رو شیء مثلا ای اثر کرد، باید یه ست تحویل بده. ضرب دو تا ست رو تحویل بده. و بعد باید مپش هم بگی کجا ببری دیگه، این مسئله بازی که نیست. مپش کجا ببری؟ از A مثلا رفتی به B با F، قبوله. حالا شما باید این رو برعکسی از E ضرب در F B به همین A بنویسی، چون اپوزیته برعکس دیگه. خب چیکار میکنم؟ اینم روشنه دیگه. این چون هست ایه بی ضرب در اف بی، درست؟ من بعد الان یه تابه بدم به اف ایه ای، ببخشید، به ضرب در اف ای که روشنه باید چی بدم دیگه. این هم ضرب میکنیم اینطور که ایه اف رو، درسته، ضرب میکنم در اف اف، یعنی این دوتایی رو میگیرم، رو اولیش یه پس هم میدم، دومیش اف اف. روشنه که این فانکتور میشه نوزم اله بله. و اون یالال هم میگیرم پروژکشن هایی که دوباره چیزم پوینت وایز باید چک کنم جا به جا میشه، بهترین که جا به جا میشه میشه کرد. چیزی که مهمه اینه که ظاهر هم اینه که ظاهرا در ست به توان سی اپوزیت که همه چی وریبل باستیه، همه چی یه جوره پوینت وایز، یعنی همون کارهای ست رو اینجا میشه کرد، پوینت وایز میشه کرد، که عجیب نیست. و ریشهش هم برمیگرده به این که اصلا شما پروداکت رو تعریف کردی بر اساس ادای پروداکت ست رو در آوردن، بعد هر کتگوری رو برداشته آوردی توی کتگوری ست وریبل نشوندی، و بعد میگی که پروداکت این پروداکت این یا ست وریبله، اما پروداکت ست این خواهدی نیست. این از خیلی خوب، این از مباحثات مربوطه. بذارین شاید یه فرصت فلکی کوچولو هم الان دارم، یه کتگوری هم مثال بزنم از این که کتگوری جز پوست و مسخره و اینها یا مونوئید دیگه با تک عضویه، از کتگوری واقعا از اینه که تو خیابون
آدمیزاد میبینه کتگوری گوشدار جونداره اینها که بعد کتگوری، چون اصولا کتگوری الجبرایی که نمیدونم اینا که ما بلدیم همه دارن، ضرب ضربشون هم همون ضرب معمول میشه. پیدا کردن کتگوری طبیعی که ضرب نداره کار سختی نیه، حالا ولی اونقدر بدیهی نیست. مثال من که مثال معروف و قانونیش هم هست، کتگوری میدان هاست. میدان چیه؟ میدان اگر میدونین که یک رینگ F میدانه، یه رینگیه، باز اگر باز رینگ تئوری نمیدونیم اینجا یه لحظه مثلا به زیر مجموعه های اعداد چیز فکر کنید، به زیر مجموعه های اعداد حقیقی که نسبت به جمع و ضرب بستن یکم دارن و هر عضوی وارون پذیره. و اگرم که رینگ تئوری بلدین میدونی فیلد چیه، فقط چیزی که مهم اینه که صفر رو با یک مخالف بگیریم، یعنی فرض بکنم اون میدان تک عضو صفر میدان نی واقعا اساس تعریف میتونه باشه، ولی من اینو متفاوت گرفتم. هوموورفیزم ها هم یعنی اینا میشن میدان ها، کاتگوری میخوام بگم دیگه. هوموورفیزم ها هم اونایی ان که جمع و ضرب رو یک حفظ میکنن، یکم حفظ میکنن. خب بعد یه چیز خیلی مهمی که همین اول همه بلدیم و اینها اینه که اگر یه اف من بین دو تا میدان به شما بدم، هر هوموورفیزمی که من به شما بدم این یک به یک، این مشکل اصلی فیلد هاست. چرا یک به یک؟ فرض کن نی، اگر یادتون نیستم اینجا من بازسازی میکنم حرف، اگر f x مساوی f y باشه ولی x با y مساوی نباشه، خب کار دیگه، اون وقت f x ماینس y میشه صفر، در صورتی که استاد صفر نیست خودش x ماینس y، که معنیش اینه که میشه تو وارون ضرب کرد، یعنی آخرش در میاد که f1 صفره و f1 یکه، یک هم صفر نیست، نمیشه. خب برای این یک به یک هر مپی بین دو تا فیلد یک به یک، حالا این داشته باش. بعد حالا میخوام بگم که این کاتگوری فیلد ها نه ترمینال داره نه پروداکت. نه ترمینال که نداره، چطور نداره؟ چون ترمینال یعنی من یه فیلد پیدا کنم که همه یه فیلد ها بهش مپ داشته باشن و فقط هم یه دونه داشته باشن. خب همه فیلد ها به این مپ داشته باشن، یعنی یه سه تابع یک به یک باید داشته باشن، و وقتی تابع یک به یک یعنی کاراکتریستیک اینا باید یکی باشه. خب اصلا ممکنه شما یه چیز بالا پید بالای کیو و زد پی با هم پیدا بکنید، به این علت که اگه قرار باشه نمیشه دیگه، این کاراکتریستیک پی اون کاراکتریستیک صفر این جوردنه. خب اینطور، یعنی مثلا چه میدونم پی تا یک اینجا صفر میشه، پس پی تا یک هم با اینجا صفر باشه، بعد معنیش اینه که چون یک به یکه بعد پی تا یک هم اینجا صفر باشه، که خب اگه دوست نداریم به کاراکتریستیک اینا فکر کنیم همینجوری دستی هم میشه، به حال نداریم با کاراکتریستیک های مختلف نمیشه اجزا هم کرد. حالا شما ممکن بگین که خب باشه میدان ها رو محدود کن به یک کاراکتریستیک فیکس یا صفر یا مثلا پی، حالا چی؟ بازم فرق نمیکنه. این دفعه بخاطر دلایل حتی قبلا میشه گفت به دلیل کاردینالیتی نمیشه. ببین هی ما میدان های بزرگ بزرگتر داریم، یه میدان خیلی بزرگ که همه بشینن توش به لحاظ یک به یکی که نمیشه، چون هر مپی یک به یکه این میدان باید بزرگتر میدان ممکن باشه. خب نداریم، هر میدان یه میدان بزرگتر ازش هست، بنابراین به وجود ترمینال که نداره، به خاطر همین که هر مپی یک به یکی. پروداکت هم نداره. پروداکت چرا نداره؟ پروداکت هم دوباره به همین دلیل، مثلا فرض کنین که یک مثلا کیو رو دارین و زد پی، این دوتا رو فرض کنین ضربش موجود، خب یه فیلدی باید باشه دید. خب هر چی که هست از ضرب دوتا مپ موجوده که میره بیرون، پروجکشن ها، یکی میره به کیو یکی میره به زد پی. خب هر دو اینا باید زیر مجموعه باشن. به این ضرب دکارتی نیا، این یه چیزی که ما اصلا نمیشناسیم، نمیدونیم هر چی. خب این جناب هر چی که هست زیر مجموعه، یعنی حالا زیر مجموعه که در حد یک به یک میشینه تو کیو و میشینه تو زد پی، بشینه تو کیو معنیش اینه که باید کاراکتریستیکش صفر باشه، بشینه تو زد پی یعنی کاراکتریستیکش باید پی باشه، که باز نمیشه این هم و خراب میشه. حالا باز دوباره میتونیم بگیم که نه، بیا اگه زرنگی از یک کاراکتریستیک فیکس بگیر، مثلا خب یک پی فیکسی بگیر کاراکتریستیک، بعد بیا بگو که حالا چی؟ حالا پروداکت نداره. حالا این هم یه تمرین بامزه دیگه که حالا که تا اینجا اومدیم بذار بگم.
که نه بازم نمیشه. و استدلال اینه که این دفعه یه اف بگیر، مثلا یه اف میدان بگیر که یه ویژگی داره که یه اندومورفیزمی داره، یعنی یه مپی از خودش به خودش داره، لزوماً ایزومورفیزم نیستا، یه مپی خودش به خودش داره که آیدنتیتی نی. خب یه اف اینجوری بگیرید با کاراکتریستیک پی داده شده. حالا اگه کاراکتریستیک صفره، مثلا بگید اعداد مختلط، این یارو ایر هم بگیرید کانجوگیشن، مزدوجش رو بگیرید، مزدوج عمل جبری است، آیدنتیتی هم نیست. اگرم کاراکتریستیک عدد پیه، مثلا فیلدر رو بگیرید، این نمیگه برای هر فیلدی میشه این کار کرده، یه فیلدی بگیرید با یه ای که این ویژگی داشته باشه، یه فیلدی بگیرید، مثلا فیلدی بگیرید پی دوزوی بکنم این بشه، ای را هم ای هر ایکس هم بگید ایکس به توان پی. ایکس به توان پی هومومورفیزمه به خاطر کاراکتریستیک پی، روی جمع هم باز میشه چون بلدی نگه شلا. و بعد ارزم به حضورتون که اما چیز نیست، آیدنتیتی نیست، به خاطر اینکه ایکس به توان پی مساوی ایکس نیست برای هر ایکسی، این ماکسیموم پی تا ریشه داره، ما پی دو تا حضور داریم. حالا به حال منظور این که از هر کاراکتریستیکی یه فیلد میشه پیدا کرد، یه ای هم میشه روش پیدا کرد که آیدنتیتی نباشه. بعد این دیتا کافیه که نشون بدیم که اف ضرب در اف وجود نداره. مثلا فرض کنید که اف ضرب در اف وجود داره و هست مثلا ای، خب اون وقت معنیش اینه که اگه اون مسخره بازی یونیورسالیتی بنویسید اینطور میشه که میگه که خیلی خب حالا که اینجور شد بزن اینجور بزن. از ای به F دو تا پروجکشن هست، نمیدونیم ای چیه ولی بالاخره اگر هست دو تا هم پروجکشن هست که هر دو هم مونیکن در ذهن به خاطر این بحثایی که اینجا کردیم، همه هم از یک کاراکتریستیکن. از به حضورتون که اینم F، اینم P1، به طوری که هر K دیگه ای که مثلا بگیرید که از همون کاراکتریستیکه و هر دو تا مپی بگیرید که از قضا مجبورن نشستن هم باشن، یعنی باید یک بیک هم باشن، یک و تنها یک هست که این وسط اینو فاکتور کنه، این ویژگی یکی هست. ما راجب ای هیچی نمیدونیم، راجب پی سه پی یکم نمیدونیم، فقط میخوام بگیم نمیشه. منطقمون چیه؟ از به حضورتون که اینه که این که بگیرید خود اف، اینا رو هم بگیرید دوتا آیدی. دیشب من فکر کردم، فکر کنم که الان هم بتونم بازسازی کنم، دوتا آیدی بگیرید و فلان. خب الان این جناب یک به یک، این پی یک، درسته؟ این که باید فلان، به خاطر این شرط پوشا هم هست، به خاطر اینکه هر عضوی که بخواد اینجا بپوشونه این دوا همون عضو رو این مپ اچشی که بگیریم میاد اینجا به خودش. یک به یک و پوشا هست، بنابراین ایزویه، اینم ایزویه. خب بعد میدونیم این ترکیبش با اچ مساوی آیدیه، این ترکیبش با اچ هم مساوی آیدی، یعنی این ترکیب با اچ و این ترکیب با اچ با هم مساوی هستند و این دوتا اول اینکه این دوتا ایزو هن، آیدی هم ایزو هن، اچ هم ایزوه، یک بیک پوش هست. حالا که اچ یک بیک پوش هست و این دوتا ترکیب با هم مساوی هن، اچ رو میتونید ساده کنیم پی سه پی یک مساوی هن. نتیجه که میخواستم بگیرم اینه که پی سه مساوی پی یک هر چی هستن و هر دو هم یک بیک پوش هن و ایزو هن. باش جهن تا اینجا، یعنی ای هر چی از خود اف و این دوتا بازوها هم حتما یک تایی. بعد این ایه که اینجا گرفتیم اینجا به کار میاد. حالا این بود برای هر دو مپ ایه اچی هست، این دو مپ رو حالا یکشو بذار ای، این پی سی پی یک فیکسه، حالا اون اچ عوض میشه، مثلا میشه اچ پریمی، اما دیگه کار از کار گذشته، به خاطر اینکه پی سی پی یک که با هم مساوی باشن، این ترکیب با این ترکیب همیشه مساویه، ولی این دوتا ترکیب مختلف میشه داد از اف به اف، آی دی و ای. میبینید دیگه انگار که این یک به یکی ما رو فورس میکنه که همه چی رو هم کلاپس میکنه، ولی آخرش باید هر دوتایی اف و جی رو من بتونم کپچر کنم با یه مپ، که خب نمیتونم، این زورش بیشتره، این تنوعش بیشتر، میتونه آیدی آیدی باشه، مثلا آیدی ای باشه، ای آیدی باشه، دست کم با یه دونه ای اگر داشته باشه. حالا به هر حال یعنی کاتگوری فیلدز ترمینال نداره و چیزم نداره، پروداکتم باینری پروداکتم برای همه دست کم هست. اگر کاراکتریستیکش فیکس هم بگیرین بازم هر دوتا اینها رو نداره، که یکم ریزنینگش دست کم برای پروداکت یک کوچولو سخت‌تر میشه. اینم از یک مثال خیلی زیادی کانکریت و یکم زیادی جبر و اینها برای اینکه بگیم که یه چیزایی هم نیست.
ارزم به حضورتون که خب برای امروز ما دیگه بسه، اگر سوالی که دارین انشالله که بپرسین، اگر هم که ندارین که ما رو بخیر، شما رو به سلامت. من به رسم همیشگی وسط یارو موقعت کنم، همینجوری که دارم وقت تلف میکنه، اگه کسی چیزی میخواد بپرسه بپرسه، که نمیخواد بپرسه. خیلی باش. پس این میگن که مرسی، خسته نباشید. شما خسته نباشید. من پس ضبطم رو فعلا قطع کنم، اگر که سوالی نداریم که نداریم.